با سلام خدمت همه حاضرین در جلسه و همه عزیزانی که ما را از لایو یوتیوب دنبال می کنند. امروز 9 سپتامبر برابر با 18 شهریور با یکی دیگر از جلسات کمیته دفاع از محیط زیست در خدمت شما هستیم تا موارد نقص محیط زیست را با هم بررسی کنیم و به گفتگو بپردازیم. من در ابتدا معرفی می کنم سخنرانان را. جناب آقای علی برومند، گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق محیط زیست در مرداد ماه 1401. خانم سانز تنهایی، بررسی و تحلیل کنوانسیون بازل و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای سلمان یزدان پناه با موضوع یوزها و دلایل انقراض آنها. خانم ایراندخت کیا با موضوع قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی. جناب آقای قندیل دادخواه، زاگرس در آتش. و در آخر بحث آزاد با موضوع هوای پاک رو داریم که به بحث و گفتگو در این مورد می‌پردازیم. در آخر از دوستان میخوام در هر بخش، در انتهای هر بخش میتونن نظرات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن. دعوت میکنم از سخنران اول جناب آقای علی برومند، گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق محیط زیست در مرداد ماه 1401. مایک در اختیارتون آقای علی برومند، بفرمایید. با عرض سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز و دوستان محیط زیست، گزارش نقض مرداد ماه 1401 رو خدمتون عرض میکنم. متاسفانه در مرداد ماه نسبت به ماه قبل ما شاهد افزایش گزارشات نقض بودیم. حدودا 25% ما افزایش گزارش نقض داشتیم. جمعا 210 گزارش نقض محیط زیست در رسانه‌های داخلی و خارجی ثبت شد که بیشترین آمارها خب طبق معمول آلودگی هوا با 35 گزارش که البته قابل عرضه که حدود 20% از ماه قبل کمتر بوده گزارش آلودگی هوا، ولی متاسفانه گزارش شکار و صید غیر مجاز 28 گزارش بوده. تقریبا هر روز ما یک گزارش از شکار و صید غیر مجاز داشتیم. متاسفانه آلودگی محیط زیست و آلاینده های محیط زیست 12 مورد بوده که 4 برابر از ماه پیش بیشتر شده گزارشاتش، و بحران آب که مثل همیشه جزو صدر گزارشاتی هستش که در زمینه نقض محیط زیست ما هر ماه داریم. در زمینه آلودگی هوا در ماه مرداد علاوه بر تهران، شهرهای خرمشهر، عراق، بندر امام خمینی، اصفهان، ماشرد، اسفول و شوشتر جزء شهرهای آلوده‌ای بودند که رسانه‌ای شده. برای چند روز اهواز جزء آلوده ترین شهر ایران بود. یک روز هم اصفهان در این ماه مرداد جزء آلوده ترین شهر ایران اعلام شد. آبادان و خرمشهر هم در 2 روز 9 برابر حد مجاز آلایندگی هوا داشتند. در زمینه صید و شکار غیر مجاز تقریبا در ماه مرداد ما 167 نفر متخلف داشتیم که بازداشت شدن، که 63 متخلف در خراسان جنوبی، 11 نفر در آمل، ساری و بهشهر، 10 صیاد در زنجان، 4 گروه شکار غیر مجاز در کاشان دستگیر شدن، جمعا 52 نفر بودند. یک گروه صید غیر مجاز ماهی داشتیم در شوشتر و گتوند که اینها با دستگاه موتوربرق و دستگاه الکتروشوک برقی اقدام به صید ماهی میکردن، و 58 متخلف هم در استان تهران دستگیر شدند که از فروش 182 عدد گونه جانوری جلوگیری شد. در زمینه صنایع آلاینده محیط زیست ما 48 واحد تولیدی در سمنان، 54 واحد در آذربایجان غربی، 92 واحد صنعتی در استان تهران و در ملارد، فلاورجان، دهود و کاشان هم مواردی بودند که واحدهای تولیدی اخطار محیط زیستی گرفتن یا به هر حال بلوم شدن. چیزی که طبیعتاً فصل گرما ما بیشتر شاهدش هستیم، همونجوری که عرض کردم، صید و شکار غیر مجاز هست. در این زمینه ما یه
خبری دیدیم در رسانه ها و خیلی خبر عجیبی بود به نام قرق های خصوصی شکار، که در واقع فشار شبکه قدرتمند شکار برای پیشبرد منافعی که کسب سودهای کلان بخشی از آن است، یه ماهای اخیر وارد فاز جدید و بیسابقه شده که دیگر فقط جامعه محیط زیستی را متغیر نمی کند. مناقشه بر سر شکار فروشی و راه اندازی قرق های خصوصی شکار از بعد فنی و بیتوجهی مسئولان محیط زیست نسبت به انتقادات صاحب نظران این حوزه که بارها در خصوص پیامدهای جبران ناپذیر شکار فروشی در شرایط کنونی محیط زیست کشور هشدار دادند موضوع جدیدی نیست. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال که با توجه به فتوای رهبر مبنی بر حرام بودن شکار و شکار فروشی، آیا در سال جدید مجوز شکار متوقف خواهد شد یا خیر، ایشون اعلام کردن که شکار را یک روش مدیریتی برای تعدیل جمعیت حیات وحش اعلام می‌دانند و تصمیم سازمان محیط زیست برای صدور یا عدم صدور مجوز شکار را منوط به خروجی نشست‌های کارشناسی اعلام می‌کنند. و ایشون فرمودند که ابراز امیدواری کردند که پس از موفقیت‌های اولیه در اولین شورای عالی محیط زیست بتوانند تعداد قرق‌های اختصاصی را افزایش دهند، و ایشون گفتند که سازمان محیط زیست سعی داره امسال تعدادی قرق را مصوب کنه و اگر این اقدام را انجام ندهند از برنامه‌های حفاظتی پیش بینی شده عقب می‌افتند. وی با تاکید بر این که برای انجام این کار جدی و مصمم هستیم دفاعیات همیشگی را که اعلام کردن، و در انتها جمله بسیار تأمل برانگیزی ایشون گفتن و گفتن سازمان حفاظت محیط زیست به کنوانسیون تنوع زیستی ملحق شده و بنابراین تعهد این سازمان به کنوانسیون تنوع محیط زیستی این سازمان را مجاب می کند که تعداد قرق های اختصاصی را به 17 و تا سال 2030 به 30 قرق افزایش دهد، که این خودش جای تأمل داره. خبری دیگه داشتیم راجع به این که سراب نیلوفر کرد کرمانشاه خوش شد. رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه اعلام میکنه که متاسفانه سراب نیلوفر خوش شده و با توجه به کاهش قابل توجه دبی منابع آبی کرمانشاه و تحت تاثیر قرار گرفتن اکثر رودخانه و سرابها، سراب نیلوفر به عنوان یکی از مهمترین سرابهای کرمانشاه در چند وقت اخیر با کاهش دبی مواجه شده و خوش شده، و همچنین به وی گفته که با توجه به وضعیت خشکسالی و بارش ها تجربه ایشون نشون میده که با برداشت آب برای محصولات پرمصرف مثل ذرت از چاهای اطراف کرمانشاه شاید بتونیم که این یک مقدار از دبی وارد شده به دریاچه به این سراب رو جبران کنیم، که بعید هم میدانیم که این اتفاق عملی بشود. در مورد سیل‌های اخیری که در ماه مرداد ما داشتیم و خیلی خبرساز شد، یک پدیده به نام پدیده مونسون خیلی رسانه‌ای شد و در واقع یه پدیده جریانی به نام جریان مونسون هستش که به نام باران‌های موسمی هم شناخته میشه. از اواخر اردیبهشت ماه از سریلانکا و بخش‌های جنوبی هند شروع میشه و به تدریج به سمت عرض‌های جغرافی بالا میاد. از قدیم این در واقع این جریان هوا رو به اسم بادهای معروف 120 ساله سیستان میشناختن که همراه با طوفان هند بوده، و جدیداً به دلیل گرمایش هوا و افزایش رطوبت این بادها همراه با خودشون یک توده هوای گرم و مرطوب با خودش میاره که باعث این سیل ها میشه. گزارش داشتیم راجع به مرگ ماهی‌ها در ماهشهر که به دلیل وجود نیترات آمونیوم در آب دریاچه نمک ماهشهر در تاریخ 14 و 23 مرداد تعداد زیادی از ماهی‌ها تلف شدن، که متاسفانه صنایع پتروشیمی بیشترین مقصرهای این تلفات باید باشن، که
اعلام کردن که نه، این به دلیل صنایع پتروشیمی نیست و این نیترات آمونیوم مشخص نیست که از کجا وارد این آب شد. در کنار خبر رسانه‌ای شده اختلاس فولاد در زمینه محیط زیست هم ما یه خبر داشتیم خیلی جالب بود به نام آبسوزی در فولاد. تیتر خورده بود به نام آبسوزی در فولاد که گفته که با دلیل بررسی‌های انجام شده مشخص میشه که کارخانه‌های تولید فولاد و ذوب آهن در مناطق کم آب کشور تأسیس شده و به طوری که 28 کارخانه فولاد و ذوب آهن تنها در یزد قرار داره و با کمبود آبی هم که در این استان هست، این واقعا یه تهدید خیلی جدی برای کم آبی و فرونشست زمین هستش. و در کنار این خبر ما یه نکته قابل توجهی در یه گزارش اومده بود که صنایع استان اصفهان به مدت 5 سال مجوز گرفتن از دولت، از سال 1399 تا 1404 به مدت 5 سال که به هر میزان که بخواهند میتواند از روان آبها و منابع آب زیرزمینی استفاده کنند. و نکته جالب دیگه اینه که تعداد شرکت ها و صنایع فولاد و ذوب آهن در ایران از سال 1399 در همون زمانی که این تصویب شده از 15 تا کارخونه در حال حاضر به 212 کارخونه در استانهای یزد، اصفهان و کرمان رسیده. صنایع فولاد در ایران یکی از صنایعی هستش که خیلی دولت روش نظر داره و ادعا میکنه که اقتصاد ایران بر اساس صنایع فولاد میچرخه و خیلی براش داره به قول معروف هزینه میکنه. گزارشی که ما داریم برای تولید فولاد در ایران 12 میلیارد و 11 میلیون حدوداً متر مکعب آب برای تولید فولاد در ایران استفاده میشه در سال، در صورتی که ذخیره پشت سدهای ما 17 میلیارد متر مکعب. یعنی در واقع میشه گفت که از کل آبهای موجود در پشت سدها 32% برای صنایع شوربی یا صنایع کشاورزی استفاده میشه و 82% میره برای صنایع فولاد و صنایع آهن. حالا این فقط برای صنایع فولاد هستش و صنایع دیگه هم که جایگاه خودشونو دارن. در واقع این یکی از خبرهای خیلی مهمی بود که در واقع صنعت‌های فولاد ما میتونن تا 5 سال بدون هیچ محدودیتی از آبها استفاده کنن. خبر بعدی که داشتیم راجع به طاعون نشخوار کنندگان بود که متاسفانه در استان البرز ثبت شد در روز 29 مرداد. این در واقع یکی از بیماری‌های خیلی خطرناک و واگیر در بین نشخوار کنندگان هستش که خبرها خیلی زیاده. خبر داریم راجع به لکه‌های نفتی که در سمت ساحل کنگان بوده یا اینکه سالانه بیش از 122,000 تن آلاینده وارد دریای خزر میشه و موارد مشابه این که دوستداران محیط زیست میتونن در سایت کمیته اینا رو اخبارها رو دنبال کنن. تمام اخبارهایی که اعلام شد و گزارشاتی که داده شد مغایرت دارد با اصل در واقع هدف 6، 12 و 15 سند 23 یونسکو که در هدف 6 مدیریت پایدار آب و فاضلاب، در هدف 12 مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست و در هدف 15 حفظ و احیای جنگل ها و تالاب ها و جلوگیری از سید و قاچاق گونه های حفاظت شده. و همچنین تمام گزارشات داده شده مغایرت با اصل 5 قانون اساسی که حفاظت محیط زیست رو وظیفه عمومی تلقی میکنه و تمام فعالیت های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست ملازمه پیدا بکنه ممنوع است. من خیلی تشکر میکنم از توجه شما، سپاس از همگی. من مانکو رحمت. سپاس از جناب آقای علی برومر به خاطر تهیه گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق محیط زیست. دوستان اگر در این ارتباط نظری دارید میشنویم شما.
خب دعوت میکنم از سخنان بعدی خانم ساناز تنهایی بررسی و تحلیل کنوانسیون بازل و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم تنهایی، مایک در اختیار شماست، میشنویم شما رو. سلام خدمت همه دوستان و حضاران. بله، بحث امروزمون در مورد کنوانسیون بازل هستش. در واقع کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زائد زیانبخش و دفع اونا هستش. تو سالهای اخیر با گسترش روزافزون جمعیت و تکنولوژی، رشد سریعی در تولید مواد شیمیایی زیانبار شده که این مواد زیانبار باعث تولید بسیاری از پسماندهای صنعتی خطرناک هستند. پسماندهای خطرناک هم زیانهای مزمن و حادی برای خود انسان داره و هم برای و هم تهدیدهای جدی برای محیط زیست. بنابراین ارگانهای نظارتی یک مدیریت علمی رو اجرا کردن به عنوان کنوانسیون بازل. کنوانسیون بازل در واقع در سال 1989 در 22 مارس صورت گرفته. در پی تدوین قوانین زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته جهت محدود کردن پسماندهای خطرناک، هزینه و هزینه امهای اونها به میزان چشمگیری که افزایش پیدا کرده بود، تاجران مواد سمی در پی یافتن راهی کم هزینه تر و برای انتقال پسماندهای خطرناک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی یک نظری رو ارائه دادن که این نظر در واقع همطور که گفتم در 22 مارس 1389 به نام کنوانسیون بازل تصویب شد. در این کنوانسیون که در واقع این کنوانسیون در اون تاریخ تصویب شد و در 5 می سال 1992 اجرا شد. کشور ایران هم در سال 1371 با تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به عضویت این کنوانسیون، یعنی کنوانسیون بازل، در اومد. بعد از تصویب این کنوانسیون، برنامه ریزی های همه جانبه توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل حمل و نقل های فرامرزی پسماندها که تا پیش از اون بدون هیچ قاعده ای به راحتی وارد کشور می شدن، در کنار ارتقاء مدیریت زیست محیطی این نوع پسماندها در کشور آغاز شد. این سازمان رویه هایی رو در راستای اجرای مفاد کنوانسیون با هماهنگی سایر دستگاه های دخیل در این امر تنظیم کرد که نتیجه اون امروز کنترل تمامی مرزهای کشور در خصوص مبادلات فرامرزی پسماندها توسط گمرک و تحت نظارت این سازمان در راستای ممانعت از حمل و نقل های فرامرزی خارج از رویه و مواد کنوانسیون بازل می باشد. همچنین ضوابط مختلفی در مدیریت زیست محیطی پسماندهای پزشکی، پسماندهای برقی و الکترونیک، پسماندهای جیوه و پسماندهای کشاورزی در زیر مجموعه قانون مدیریت پسماند تدوین شد. این سازمان همچنان روند پیشرفت محیط زیست در اجرای ملی مفاد کنوانسیون بازل در هر دو جنبه کنوانسیون، یعنی مدیریت زیست محیطی پسماندها و کنترل نقل و انتقالات فرامرزی اونها رو راهبری میکنه، و همگام با پیشرفت کنوانسیون در سطح بین الملل مدیریت خود رو ارتقا میبخشه و به روزرسانی میکنه. در کشور جمهوری اسلامی ایران متن کنوانسیون در تاریخ 12 مهر ماه 1371 به تایید شورای نگهبان رسید و این تایید در تاریخ 20 مهر ماه 1371 به مجلس شورای اسلامی ارائه و به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 15 دی ماه 1371 کشور ایران به کنوانسیون ملحق شد. این کنوانسیون بازل شامل 29 ماده و 9 ضمیمه هستش که خب از اونجایی که ماده ها زیاد هستش، من یه تعدادی که مهم هستن تو این کنوانسیون رو خدمتتون عرض میکنم.
یکی از اون ماده ها ماده سوم هستش که مفاهیم و تعاریف ملی مواد زائد خطرناک هستش و همچنین مواد 5، 6، 7 که تعیین مرجع زیصلاح و مرکز مرجع هستش، انتقال برونمرزی بین اعضا هستش و انتقال برونمرزی از کشور عضو از طریق کشورهای غیر عضو هستش، در واقع یعنی کشورهایی که نه مبدأ هستن نه مقصد، فقط محل عبور این پسماندها هستن. و ماده 8 که وظیفه واردات مجدد هستش، یعنی برگشت بازیافت پسماندها هستش. همچنین انتقال غیرقانونی، همکاری‌های بین‌المللی، انتقال اطلاعات و پذیرش عضویت‌های رسمی و رفع اختلافات و الحاقات از مواد مهم این کنوانسیون هستش. کنوانسیون دارای دو تا جنبه است که کنترل حمل و نقل‌های فرامرزی و مدیریت صحیح زیست محیطی پسمان در کشور عضو، این دو جنبه مهم هستند. این دو جنبه مهم هستند چرا؟ چون در واقع مکمل یکدیگرن. بدین معنی که بر اساس مفاد کنوانسیون کنترل حمل و نقل فرامرزی به منظور انتقال پسمان به کشور دارای مدیریت صحیح زیست محیطی انجام میشه، که اینو بعدا بهتون توضیح میدم که به چه معنی هستش. همچنین بر اساس مفاد کنوانسیون صادرات پسمان از کشور دارای مدیریت صحیح زیست محیطی به کشور فاقد این نوع مدیریت ممنوعه. یعنی چی؟ یعنی اگر کشوری قراره که پسماندهای خودش رو به کشور مقصد صادر بکنه، کشور مقصد میبایست، یکی از شرایط این هستش که کشور مقصد میبایست شرایط لازم برای بازیافت و یا از بین بردن و دفع کردن این پسماندها رو داشته باشه. در غیر این صورت این صادرات انجام نمیشه. حمل و نقل فرامرزی پسمان مشمول پسماند مشمول کنوانسیون به کشور غیر عضو کنوانسیون ممنوع هستش. یعنی چی؟ یعنی اگر که کشور ایران قرار باشه پسماندهای خودش رو به یک کشور دیگه انتقال و صادر بکنه، اون کشور مقصد میبایست عضو کنوانسیون باشه. در غیر این صورت کشور مقصد قابل قبول نیستش از نظر کنوانسیون. پس این یعنی این که هر دو کشور، وارد کننده و صادر کننده، میبایست عضو کنوانسیون باشن. پیش از صادرات باید از کشور مقصد مجوز صادرات پسمان به اون کشور کسب کردن و اطمینان از وجود مدیریت پسمان در اون کشور حاصل شد. این هم که فکر میکنم واضح هستش، یعنی این که کشوری که قراره که صادرات بهش انجام بشه باید شرایط لازم رو همونطور که گفتم برای از بین بردن این پسمان یا بازیافت این پسمان داشته باشه و میبایستی که مجوز رو صادر کنه. در صورتی که کشور مقصد مجوز رو صادر نکنه برای کشور مبدأ، پس این صادرات صورت نمیگیره. حالا یه سری مفاهیم هستش که تو این کنوانسیون خیلی مهم هستن. یکی از این موارد این هستش که اعضا حق دارن ورود پسماندهای ویژه و یا سایر انواع پسماند رو جهت دفع کشور خودشون ممنوع کنن و اون رو بر اساس ماده 13 این کنوانسیون در گزارش سالانه خود وارد نمایند. کشور صادر کننده در صورت پاسخ منفی کشور وارد کننده به تقاضای واردات باید از صادرات اونها جلوگیری کنه. در راستای مدیریت زیست محیطی پسماندهای ویژه و یا سایر انواع پسماند در کشور جمهوری اسلامی، اصول اطمینان از مواردی که خدمتتون عرض میکنم لازم هستش. یکی اینکه کاهش ایجاد اونها در کشور. دوم اینکه داشتن امکانات کافی زیست محیطی به منظور دفع اونها تا حد امکان در همون سرزمین، یعنی در کشور جمهوری اسلامی، و به حداقل رسانی انتقال برونمرزی اونها. یکی دیگر نکات این هستش که اطمینان حاصل کردن از امکان پیشگیری از آلودگی ناشی از اداره اونها و در صورت بروز آلودگی وجود امکانات به حداقل رسانی اون آلودگی.
که دیگه از مواردی که به نظر من مهم بود در این کنوانسیون این هستش که کشورهای عضو میتونن از ورود پسماندها در صورت تشخیص عدم ورود مدیریت صحیح زیستی اونها در کشور جلوگیری کنن. هر عضو کنوانسیون ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب اداری یا قانونی و غیره جهت اجرای مفاد کنوانسیون و اقدامات تمدیدی مربوطه هستش. صادرات پسماندها به منظور دفع در ناحیه جنوب، منظور 60 درجه عرض جنوبی هستش که ممنوعه. یعنی کشورهایی که در عرض 60 درجه جنوبی هستن نمیتونن کشورهای وارد کننده باشن، برای اینکه شرایط رو، شرایط لازم رو برای دفع یا بازیافت ندارن. در حمل و نقل فرامرزی باید مقررات و ضوابطی تایید شده بین المللی در زمینه بسته‌بندی و برچسب گذاری و حمل و نقل اعمال گردد. در واقع مشخصات بازی اون بسته صادراتی میبایست حتما ذکر بشه و اینکه چه موادی داخل اون بسته پسماند هستش حتما باید اطلاع داده بشه. یکی دیگه از موارد این هستش که کشور صادر کننده تواناییه. اعضای کنوانسیون باید تدابیر مناسب اتخاذ اتخاذ بکنن تا انتقال برون مرزی پسماندها فقط در مواردی مجاز شمرده بشه که کشور صادر کننده توانایی فنی یا وسایل لازم رو و یا محل دفع مناسب رو و یا ظرفیت کامل رو برای دفع زباله ها نداشته باشه. در این صورت این کشور میتونه پسماندهای خودش رو به یک کشور دیگه که عضو این کنوانسیون هستش انتقال بده و صادر کنه، و یا اینکه پسماندها به عنوان مواد اولیه برای بازیافت در کشور وارد کننده لازم باشه. کشور صادر کننده باید کتباً و از طریق مرجع ذی‌صلاح خود کشورهای مقصد و یا ترانزیت رو از هر گونه انتقال برون مرزی پسماند که در نظر دارد انجام دهد، با ارائه مشخصات محموله در فرم‌هایی که بر اساس الحاقیه های 5 که الحاقیه 5 شامل بندهای مختلف هستش ولی بند الف و ب باید اطلاع رسانی بشه. کشور وارد کننده باید کتباً به کشور صادر کننده پاسخ بده و موافقت خودش رو تحت شرایط یا بدون قید و شرط اعلام بکنه. از اجازه انتقال امتناع و از اجازه انتقال و یا امتناع اطلاعات بیشتری باید به کشور وارد کننده داده بشه و همه این اطلاعاتی که بین دو کشور وارد کننده و صادر کننده صورت میگیره میبایستی به صورت کتبی و رسمی انجام بشه که تمام مفاد این و این قوانین و چارچوب های این مکاتبات در این کنوانسیون ذکر شده. منتها از اونجایی که خیلی مواد خیلی زیاد بود من سعی کردم فقط خلاصه این مفاد رو بهتون امروز براتون توضیح بدم. اجرای کنوانسیون بازل تو جمهوری اسلامی به این صورت هستش که در هر کشور عضو یک مرجع ذی‌صلاح جهت اجرای مفاد کنوانسیون معرفی میشه. یعنی کشور ایران میتونه با تعداد کشورهای محدود و مشخص شده ای این تبادل پسماندها را انجام بده. مرجع ذی‌صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست هستش. مسئولیت مرجع ذی‌صلاح کشور رو معاونت محیط زیست انسانی سازمان عهده‌دار هستش. اولین مجوز واردات بر اساس کنوانسیون بازل پیش از ثبت سفارش صادر میشه. حالا لزوم کسب مجوز واردات و پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل از سازمان بر اساس پیگیری‌های سازمان توی کتاب مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده هستش. واردات و صادرات پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست
جمهوری اسلامی ایران هستش. در هنگام حمل و نقل فرامرزی، پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل پیش از هر گونه اقدام کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ضروری هستش. یک سری هم ماده هستش که توی این کنوانسیون در قانون مدیریت پسماندها به نظر بنده مهم بودن. یکی از این مواد ماده 14 هستش که نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران خواهد بود. ماده دیگه ماده 17 هستش که متخلفین از حکم ماده 14، یعنی ماده قبلی که بهتون توضیح دادم، اگر اعضا ماده 14 رو اجرا نکنن، پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل رو به کشور مبدأ و به کشور مبدأ متخلفین از حکم ماده 14 این قانون موظفن پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل رو به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان، یعنی مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران، با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت مجازهای مقرر در ماده 16، یعنی در واقع ماده دبیرخانه محکوم خواهند شد. حالا یک سری هماهنگی های هم در ایران هستش که باید برای این کنوانسیون صورت بگیره بابت مجوزها و کارهایی که باید انجام بشه برای صادرات. این هستش که در واقع سازمان محیط زیست موظف هستش با سازمان توسعه تجارت و گمرک و گمرکات مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همیشه در ارتباط باشه و همکاری های لازم رو داشته باشن. این نکات مهمی بودش که به نظر من در مورد کنوانسیون بازل مهم بودن. حالا یک سری ضمایم کنوانسیون هستش که مثلا کنوانسیون که ضمیمه یکش، کنوانسیون شامل گروه بندی کلی جزئیات و یا انواع پسماندهای خطرناک هستش. حالا پسماندهای خطرناک کلی مواد هستش که شاملش میشه، یعنی مثلا پسماندهایی که توش مواد شیمیایی تولید میشه یا اینکه اثرات جیوه توشون دیده میشه، اینا جزء پسماندهای خطرناک هستش. ضمیمه دو شامل پسماندهایی هستش که نیازمند توجه ویژه داره. ضمیمه سه انواع خطراتی رو معرفی میکنه که به واسطه اونها پسماندهای خطرناک و یکی از معیارهای اصلی کنوانسیون در تشخیص پسماند ویژه در نظر گرفته میشه. ضمیمه چهار شامل تحت عنوان عملیات انها که یک سری کد هستش که کدهای R، یعنی حروف انگلیسی و حروف اختصاری R و D رو شامل میشه، که در اینجا R مربوط به عملیات بازیافت هستش و D مربوط به عملیات دفع نهایی هستش. ضمیمه 5 در ضمیمه اطلاعات لازم محموله مورد انتقال فرامرزی هستش که باید توسط کشور صادر کننده تکمیل و کشورهای محل واردات و عبور جهت اخذ مجوزها به ترتیب واردات و عبور ارسال کنند، که همه اینها لازم به اظهارنامه و سند انتقال هستش که شامل یک سری فرم ها هستش که این فرم ها در این کنوانسیون طراحی شدن. ضمیمه 6 در خصوص نحوه داوری میان اعضا در صورت بروز اختلاف هستش، یعنی اینکه اگر اختلافی بین کشور وارد کننده و صادر کننده رو صورت بگیره، حالا در مورد اطلاع رسانی در مورد اون بسته و یا پس فرستادن بسته و یا اصلا نپذیرفتن و مجوز صادر نکردن برای صادرات، ممکنه که اختلافاتی پیش بیادش که در این زمینه هم مواد و بندهایی هست که بشه داوری
دو طرف انجام داد. زمینه هفت مربوط به لیست اعضایی هستش که تحت الحاقیه منع کنوانسیون در کشور جمهوری اسلامی ایران تصویب شده که نباید اقدام به صادرات پسمانده خطرناک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار انجام بشه. زمینه 8 فهرستی از کالاهایی رو شامل میشه که به دلیل دارا بودن اجزای زمینه 1 تا حدی بروز خصوصیات زمینه 3 از جمله پسماندهای خطرناک مشمول کنوانسیون تلقی میشه. و زمینه 9 که آخرین زمینه هست، فهرستی از کالاهایی رو شامل میشه که امکان دارا بودن اجزای زمینه 1 تا حدودی بروز خصوصیات زمینه 3 رو دارا هستش که همون در واقع پسماندهای خطرناک هستن. من صحبت دیگه ندارم و در خدمتتونم اگر که دوستان سوالی دارن. سپاس از شما خانم تنهایی عزیز به خاطر انتخاب خوبتون. بله متاسفانه همونطور که میدونی حفظ سلامتی انسان و کلی موجودات و حال یکی از چیزهای اصولی و پایه‌ای هست، این حق طبیعی هر کس هست، ولی خب امروزه به خاطر فعالیت هایی که انسان ها انجام میدن تو بخش های مختلف و باعث میشه که در واقع اون زباله های سمی و خطرناک به وجود بیاد و از طرفی محیط زیست رو تحت تاثیر بذاره و همچنین انسان رو و موجودات دیگر رو. از طرفی من یک جا هم خوندم که در واقع این پسماندهی که قرار صادر بشه به خاطر تحریم هایی که در واقع اتفاق افتاده امکانش نیست و اینا تو شهرهای مختلف اینا رو می سوزونن، سوخته میشه و خودش یکی از باعث یکی از آلودگی های هوا هستی که در واقع مواد سمی که در واقع توی هوا پخش میشه. متاسفانه این مسئله هست. من از دوستان خواهش میکنم اگه کسی نظری داره برای جناب آقای یزدان پرنمان در اختیار شماست بفرمایید. اصلا همشه خدمت همکاران و سخنرانی خوب همکاران. ببینید اصلا تو زمینی پسمان جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ پیشبینی خاصی نداره. یعنی مثالش من بخوام بگم، بریم منطقه پارس جنوبی، همه پتروشیمی پالایشگاه کنار هم ساخته شده ولی هیچ برنامه‌ای برای پسماندهای این پتروشیمی های پالایشگاه برای تصفیه اولیه انجام نشده. مستقیم پسماندها وارد دریا میشن و میتونن اینو ببینن، اصلا یه چیز واضحه. نه در واقع این کنوانسیون رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به نظر من پیگیری نمی‌کنه و اصلا رسیدگی نمی‌کنه. شاید اگه از اون مسئولانش هم بپرسن نمی‌دونن کنوانسیون به نام بازر وجود داره. نمایک راه می‌کنم از وقتی که من دادید. ممنون از شما، نظر خیلی جالبی بود. بله دقیقا همینطور که می‌فرمایید. دوستان اگر که نظر خاصی دارید در مورد کنوانسیون بازر می‌شنویم شما. خب سخنان بعدیمون خانم ایراندخت کیا با موضوع قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبان. خانم کیا مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس از شما. با درود خدمت همراهان گرامی، محیطبانان و جنگلبانان در خط مقدم حفاظت از حیات وحش، منابع طبیعی و اکوسیستم های طبیعی در حالی امنیت این مناطق رو تضمین می کنند که گاهی جان و سلامت خودشون رو در راه محافظت از زیستگاه ها و حیات وحش در برابر شکارچیان غیر مجاز، قاچاقچیان و سایر تهدیدات انسانی مثل آتش‌سوزی به خطر می دازن. کما این که در این رابطه بارها اخبار کشته شدن محیطبانان عزیز رو در حین انجام خدمت به خاطر آتش سوزی یا در مقابل قاچاقچیان چوب یا حیوانات یا پرندگان شنیدیم. روز جهانی محیطبان و جنگلبان در 31 ژوئیه مصادف با 9 مرداد هر سال به مناسبت بزرگداشت تکاورانی که حین انجام وظیفه کشته یا زخمی شدند و اقداماتی برای محافظت از میراث طبیعی جهان انجام میدن گرامی داشته میشه. در ایران هم بعضی محیطبانان و جنگلبانان در راه دفاع از
محیط زیست و منابع طبیعی جانشون رو فدا کردن که البته قوانینی برای حمایت از اونا تصویب شده، اما با این وجود همچنان شاهد به شهادت رسیدن حافظان سبزپوش طبیعت هستیم که تعدادشون هم متاسفانه کم نیست. قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که موضوع سخنرانی من هستش، در تاریخ 23/2/1399 در ایران تصویب شد. یعنی قانون خیلی جدیدیه که هنوز به عمر 3 ساله خودش هم نرسیده. سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مراکز زیربط و متعهد به اجرای این قانون هستند. در کل این قانون 7 ماده اصلی داره که با هم اونا رو بررسی میکنیم. ماده 1 در خصوص تعاریفی مثل قانون، بیمه‌گر، کارکنان و سازمان‌های مربوطه صحبت می‌کنه. ماده 2 در خصوص تیراندازی و یا ضرب و شتم جنگلبان و قوانین مربوط به آن صحبت شده و گفته شده که در مواردی که ماموران با رعایت قانون سلاح به کار گرفته و شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا می‌شوند و یا خسارت مالی به اونها وارد میشه یا قبلا وارد شده، پرداخت دیه و جبران خسارات مذکور به طور کامل بر اساس رأی مرجع قضایی از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ضریبه صورت میگیره. اما آیا تا به حال مهم انجام شده؟ این ماده 2 تا تبصره داره. تبصره یکیش میگه دستگاه‌های مشمول برای تأمین دیه و خسارت موضوع این ماده حسب مورد میتوانند مسئولیت مدنی ماموران خود را به طور کامل نزد یک از بیمه‌گران بیمه کنند. تبصره 2ش میگه مامورانی که قبل از تصویب قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمودند و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت شدن، ولی وجوه مربوط توسط سازمان مطبوع مأمور پرداخت نشده باشه، بدهی اونا با ارائه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت میشه، یعنی عطف به مسابقه میشه. ماده 3، دستگاه‌های مشمول مکلفن مأموران خود را در انجام وظایف و مأموریتشان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو و از کار افتادگی مطابق قوانین مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در مورد سایر حوادث به طور کامل نزد یک از بیمه‌گران بیمه کنند. ماده 3 2 تا تبصره داره. تبصره 1ش میگه میزان تعهد بیمه‌گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانین مربوط و در مورد نقص عضو، از کار افتادگی، بیماری صعب العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است. تبصره 2ش میگه در صورتی که دستگاه مشمول مأموران خود رو در اجرای این ماده بیمه نکرده باشه یا خسارت وی به طور کامل پوشش داده نشده باشه، دیه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه مشمول ضریبه پرداخت میشه. ماده 4 میگه دستگاه‌های مشمول میتوانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه‌گر، با تایید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت مقررات مربوط به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شدن ظرف 1 سال کمک مالی نمایند. ماده 5ش میگه ماموران دستگاه‌های مشمول از حمایت‌های موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح که مصوب 1376 بوده با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی اون موضوع تصویب نامه مورخ 3/7/1398
79 یعنی 3 سال بعد و اصلاحات بعدی اون برخوردار میشه. ماده 6 میگه سازمان برنامه بودجه کشور مکلفه همه سال اعتبار لازم در لایحه بودجه سنواتی و اعتبار لازم جهت حق بیمه مربوط به پوشش بیمه ماموران هر یک از دستگاه‌های مشمول رو پیش بینی و تعیین کنه و تأمین کنه. تا یه تبصره داره میگه اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‌های مربوط تخصیص می‌یابند، یعنی قابل کم و زیاد شدنه و طبق مقررات زیربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. ماده 7 که آخرین ماده هستش میگه در مواردی که دستگاه‌های مشمول اقدام به استفاده از تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه‌ها نمایند، از حمایت‌های قانونی، قضایی و بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه و مواد 9، 16 و 20 قانون مدیریت بحران کشور که مصوب 1398 هستش بهره مند میشن. تبصره ماده 7 میگه نیروهای مشمول این ماده باید در سامانه همکاری داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت نام کنن. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامی به بیمه‌گر نسبت به برقراری پوشش بیمه مسئولیت مدنی و حوادث داوطلبان اقدام میکنه. جا داره عرض کنم که پیش از تصویب این آیین‌نامه بیمه مسئولیت برای نیروهای یگان حفاظت اجباری نبود و محیط‌بان و جنگلبان به صورت انفرادی خودشو بیمه میکرد. در نتیجه ماموران یگان حفاظتی که بیمه مسئولیت نبودند در صورت محکوم شدن به پرداخت دیه یا خسارت باید شخصا دیه رو پرداخت میکردند یا به زندان میرفتند. همچنین بد نیست بدونید که دستمزد و مزایای محیط‌بانان همیشه یکی از دغدغه‌های این قشر بوده و بیشتر محیط‌بانان به خاطر عشق و علاقه‌ای که به کارشون و طبیعت دارن این شغل رو قبول کردن و نه به خاطر حقوق و مزایا. واقعا خب البته امروزه حقوق و مزایاش ارزش داره ولی خیلی کمه، ناچیزه نسبت به اون زحمتی که دارن میکشن و نسبت به اون جانفشانی که میکنن. خیلی از کارشناسا بر این باورن که قوانین ضد و نقیض شکار و صید در حوزه حفاظت و توزیع بی‌رویه سلاح‌های شکاری مجوزدار علت به وقوع پیوستن اتفاقات ناگوار برای محیط‌بانان کشور هستش. درگیری‌های محیط‌بانان با شکارچیان طی سال‌های اخیر کم نبوده. حتی بعضی از اونا محیط‌بانان رو تهدید به قتل کردن. متأسفانه امنیت شغلی و جانی محیط‌بانان در ایران به خوبی رعایت نمیشه و اگر نگاهی به گذشته بندازیم میتونیم این مسئله رو به خوبی در شهریور ماه سال 99، ما این جریان‌های آخر رو نگاه کنیم، در شهریور ماه سال 99 و در خصوص محیط‌بان آقای حسن نژاد مشاهده کنیم که در منطقه ارمک استان هرمزگان به ضرب مستقیم گلوله شکارچیان شهید شد و تقریبا در همین بازه زمانی بود که ابراهیم قد محیط‌بان پارک ملی بمو نیز با گلوله‌ای که از سلاح خودش شلیک و به چانه‌اش اصابت کرده بود جونش را از دست داد. از دیگر حوادث ناگوار در حوزه محیط‌بانی کشور طی سال 1399 میتونیم به حمله افراد ناشناس به پاسگاه محیط‌بانی گتوند اشاره کنیم. در جریان اتفاق به محیط‌بان امین هادی‌پور شلیک و پای این محیط‌بان به دلیل شدت جراحات وارده قطع شد. جریان محیط‌بان برومند نجفی رو که رسانه‌ای هم شد و تقریبا همه میدونن که به دلیل درگیری با فردی با حکم قصاص روبرو بود و به اعدام محکوم شد. بعد با پیگیری‌هایی که انجام شد پروندهش به دیوان عالی کشور رفت. اونجا با بررسی قضایی پرونده توسط قضات
اتهام محیط‌بان رو قتل شبه عمد تشخیص دادن. قرار بود به این حکمم دوباره اعتراض بشه که بعد از برگزاری جلسه دادگاه، موقعی که آقای برومند نجفی از دادگاه بیرون اومده بود و دستاشم بسته بود، پدر مقتول به مرحوم برومند نجفی تیراندازی میکنه و متاسفانه موجب قتل آقای نجفی میشه. در پی اون جمعی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مناسبت کشته شدن محیطبان مظلوم و بیدفاع برومند نجفی بیانیه صادر کردن که در بخشی از اون اومده عدم دریافت حمایت‌های قانونی در شرایط سخت و طاقت فرسای کاری، فقدان آموزش‌های اصولی و کامل و همچنین نبود حمایت‌های روحی و روانی ضروری برای محیط‌بانان این مرز و بوم، هر روز سینه یکی از حافظان و عاشقان طبیعت را می‌شکافد و غمی بر آلام همه دوستداران طبیعت اضافه می‌کند. این عوامل و بسیاری عوامل دیگر که شاید جایگاه طرح آنها در چنین بیانیه‌ای نباشد، باعث از دست دادن جانهای عزیز و عاشقی شده و محیط زیست کشور را از نعمت داشتن آنها محروم کرده. یک مورد دیگه هم که اخیراً اتفاق افتاد، آتش سوزی اتاقه که محیطبانی در منطقه حفاظت شده خانگرمز مربوط به توی سرکان بود که منجر به فوت حشمت الله ملکی و مصدومیت حامد مومیوند از محیطبانان این منطقه شد. علت وقوع این سانحه انفجار کپسول گاز در اتاقه که محیطبانی منطقه گزارش شده. یعنی ببینید که با حداقل ها در حال کار کردن هستند و متاسفانه فریادرسی ندارن و با مخاطرات و حوادث عدیده در حین انجام ماموریت روبرو هستند. در پایان باید اضافه کنم که قانونگذاری در خصوص رعایت حقوق جنگل و محیطبانان و جنگلبانان قطعا اثرگذار و مفیده، اما مسئله اصلی آموزش به عموم مردم در خصوص اهمیت جنگل ها و عدم اقدام به شکار غیر مجاز و حمایت از حق طبیعت و احترام به محیطبانان و ارزش گذاری به شغل اوناست. یعنی موضوع باید دو طرفه باشه. همه سال مواردی رسانه‌ای میشن که به خاطر سهل‌انگاری گردشگران و آتش روشن کردن جنگل ها رو به آتش میکشن و جنگل ها و مراتع که حق همه مردم و آیندگان هستش میسوزونن و نابود میکنن. در اینجا سخنرانی من به پایان رسید. سپاس از شما که شنوای صحبت های من بودید. سپاس از شما خانم ایران دختر کیا، ممنونم که به موارد خوبی اشاره کردید. بله متاسفانه شغلی است که واقعا با عشق شروع میشه. کسی که عشق به این کار رو نداشته باشه واقعا تو این کار نمیتونه دووم بیاره. و از طرفی هم که ما میدونیم که نه تنها اینا حمایت نمیشن حالا به خاطر مدیریت ناکارآمد که یه بخش قضیه هست، بلکه یه جوری مقابله هم میشه متاسفانه. و یه چیزی که همیشه بر من جای سواله، این شکار غیر مجاز که خب غیر مجازه، این شکار مجاز چیه؟ که یعنی همیشه این ساپورت میشه و خیلی ها رو ما دیدیم، حالا این به طور خصوصیه که خب دست خیلی از اون کسایی که میتونن و این قدرت رو دارن این برگر رو میگیرن و شکار میکنن و اونجاست که اون قدرت بهشون اجازه میده که در یک جاهایی هم شلیک کنن حتی به محیطبانا. و متاسفانه به این شغل با ارزش هیچ وقت بها نمیدن و هیچ وقت هیچ حمایتی نمیشه و واقعا جای تاسف داره. من مایک رو میذارم در اختیار خانم روزا جهانبی. بفرمایید شما خانم جهانبی، مایک در اختیارتون، نظرتون بفرمایید. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه شنوندگان و دوستان عزیز. در مورد مسئله به هر حال محیطبانی و جنگلبانی و دوستانی که به این شغل شریف مشغول هستن، خب یه خلایی که در این زمینه هستش اون بحث اجازه استفاده از سلاح هستش
که خیلی نمیتونن از سلاح استفاده کنن و در واقع دست و پاشون بسته است. و محیطبان و جنگلبان وقتی که با یک شکارچی غیر مجاز مواجه میشه، اجازه استفاده از سلاحش رو نداره، حتی اگر که اون شخص به هر حال داره قاچاقی انجام میده. در رده اول باید حتما تیر هوایی بزنه و اونجوری توجه رو جلب کنه و اون شخص رو دعوت کنه که حالا اون کار رو انجام نده، اون شکار رو انجام نده، که درصد خیلی بالای این حرکت عملا کارساز نیست. و حق اجازه تیراندازی مستقیم به شخص رو نداره مگر اینکه در حالت دفاع از خود باشه، یعنی اینکه شکارچی اگر که به محیطبان شلیک کنه، تیراندازی کنه، در اون صورت تازه جنگلبان اجازه داره که از خودش دفاع کنه و تیراندازی بکنه. و این تیراندازی هم که میکنه نباید از در واقع کمر به بالای شخص باشه، به خاطر اینکه جون اون شخص رو به خطر میندازه. باید حتما از کمر به پایین باشه، یعنی در ناحیه پا باشه که اون شخص فوت نکنه. و اگر که اون حرکت محیطبان باعث بشه که اون شخص فوت بکنه، قصاص میشه جنگلبان محیطبان، چیزی که ما الان متاسفانه داریم میبینیم. و خب اعدام داره، که الان یکی از مسائلی که اکثر حامیان محیط زیست دارن تلاش میکنن، صحبت میکنن، رسانه‌ای میکنن که توجه بشه به این مسئله حق استفاده از سلاح برای محیطبانان، همین مسئله هستش. به خاطر اینکه در واقع دارن از ما و محیط دفاع میکنن، اما به قیمت جون خودشون ممکنه که تموم بشه. و یه موردی هم که هستش که البته خانم کیام گفتن، بحث امکاناتی هستش که متاسفانه خیلی امکاناتشون ضعیفه، یعنی حتی جلیقه ضد گلوله هم ندارن. شما تصور بکنید اجازه تیراندازی بهشون داده نمیشه، ولی امکانات دفاع از خودشون هم ندارن، حتی شوکر برقی هم ندارن متاسفانه، که بگیم که خب حالا اجازه تیراندازی نداره، لااقل با شوکر برقی بتونه اون شخص رو به هر حال بهش یه شوک چند ثانیه‌ای بده که بتونه لااقل بهش برسه، دستشو ببنده، دستبند بزنه، کاری بکنه. یعنی عملا کسی که به این شغل مشغول میشه خیلی امنیت جانی نداره. و یه مسئله هم در مورد متاسفانه فوت جنگلبانای ما که اتفاق میفته، البته بازم خانم کیا گفتم ولی دوست دارم بازم تکرار کنم، این بحثی که شکاری اتفاق میفته و جنگلبانی متاسفانه شهید میشه، من فکر میکنم بیشتر بحث خلأ آموزشیه. یعنی اون کسی که میره شکار میکنه، اگر که از به هر حال بچگی توی مدارس ما یا توی خانواده بهش آموزش داده بشه که این شکار، وقتی که تو میری شکار میکنی داری نسل یک حیوانی رو، نسل یک پرنده یا منقرض میکنی، خب قطعا این اتفاق نمیفته، یعنی این شکار انجام نمیشه یا خیلی درصدش کمتر میشه. به هر حال در نهایت به این نتیجه میرسیم که همین حرفی که همیشه میزنیم، بحث آموزش، آموزشی که باید از پایه شروع بشه، از کودکان شروع بشه، که یه مقداری کودکان و ماها که حالا بزرگتر میشیم لااقل دغدغه محیط زیست و دلسوزی برای محیط زیست داشته باشیم. ببخشید من خیلی صحبت کردم، میکروفون در اختیارتون. ممنونم. سپاس از شما خانم روزا جهانبین. بله متاسفانه بحث آموزش که همیشه هست، اما جدای از آموزش متاسفانه به خاطر همون قدرتی که من اشاره کردم، خیلی جاها من خودم تو ایران که بودم واقعا میدیدم یک روز کسایی بودن که یه منطقه رو اجاره میکردن که فقط اونجا تفریح کنن و به شکار بپردازن. یعنی یه وقتایی براشون این لذت وجود داره و چون از جایگاه قدرت هستن متاسفانه هیچ کاری هم نمیشه کرد، یعنی چیزی رو که یعنی خودشون انجام میدن. به همین دلیل بخش آموزش تاثیر داره، ولی خب از اون طرف هم کسایی که قدرت دارن استفاده میکنن همیشه. ممنونم از نظر خیلی خوبتون. میشنویم جناب آقای جعفری رو. آقای جعفری ماک در اختیارش. با عرض سلام خدمت همه همکاران عزیز و عرض خسته نباشید به سخنران محترم. تقریبا صحبت ها گفته شد، چون نظر من هم یکیش این بود که حتما آموزش پایه‌ای به اصطلاح انجام بشه و اینا. و طبق هم گزارشی که آقای برومند هم اعلام کردن،
تقریبا روزی یه اتفاق به این شکل داره میفته و این نشون از ضعف قانون داره و ضعف قانون باید حتما اصلاح بشه. اصلاحش هم باید به شکلی باشه که اصلا معنی نداره که بخواد به اصطلاح سلاح در دست مردم قرار بگیره که بخوان حالا این سلاح یا بجا یا نابجا ازش استفاده کنن. بجا کجا میخوان ازش استفاده بکنن؟ کسایی که به اصطلاح سلاح دارن تقریبا میشه گفت که 95 درصدش افرادی هستن که نابجا دارن ازش استفاده میکنن و یه اصلا معنی نداره که به اصطلاح توی کشوری مردم سلاح داشته باشن و این سلاح رو معمولا هم به این شکل دارن ازش استفاده میکنن یا حیوانات بیگناه رو از بین میبرن یا اون کسایی که دارن حفاظت میکنن از این حیوانات. و این قوانین قاعدتا باید اصلاح بشه به شکلی که به صورت پایه‌ای در مجلس باشه و پیگیری هم بشه. البته خب اینا قطعا نیازمند این هست که مدام گفته بشه و پیگیری بشه تا اینکه شاید به هر حال اینا با خودشون بیان و باعث این بشه که این قوانین اصلاح بشه. ممنونم از اینکه ما که در اختیار من قرار دادید. سپاس از شما جناب آقای جعفری. می‌شنویم آقای یزدانپناه. ما در اختیارتون، بفرمایید. ببینید قانون عدم استفاده از سلاح قانون بدی نبود، منتها میزان خشونت توی جامعه ما به حد زیاده که شکارچیان غیر مجاز اقدام به خشونت‌های فرای عرف معمولش انجام میدادن و این هم باعث شد یه قانون باید عوض بشه. به نظر من هیچ فرقی بین محیطبان و اون سربازی که داره از حریم پادبان دفاع میکنه نیست و نباید حکم اعدام برای صادر بشه. صدای من توی جلسه هست؟ ببینید هیچ فرقی نیست، در واقع هر دو دارن از میراث آیندگان دفاع میکنن و نباید فرق بین این دو قائل باشیم که این باعث میشه که شکارچیان غیر مجاز دارن سوء استفاده میکنن، جان محیط‌بانا رو میگیرن. ممنون از وقتی که من دادین. ممنون از شما، سپاس. دوستان اگر نظر دیگه دارید میشنویم شما رو. دعوت میکنم از سخنان بعدیمون جناب آقای سلمان یزدانپناه با موضوع یوزها و دلایل انقراض آن. جناب آقای یزدانپناه، ما در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. صدای ما رو دارید آقای یزدانپناه؟ یکم صبر میکنیم. جناب آقای یزدانپناه صدای منو دارید؟ خب تا ایشون کانکت بشن من دعوت میکنم از سخنران بعدیمون جناب آقای قندیل دادخواه با موضوع زاگرس در آتش. جناب آقای دادخواه لطفاً دستتون رو بالا کنید که مایک براتون آزاد بشه. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. درود و سلام به همه دوستان و همکاران عزیز و حامیان محیط زیست. من در ابتدا میخوام یه مختصر اطلاعاتی راجع به جنگل‌های زاگرس بگم، هرچند که همه به طور کامل میشناسید جنگل‌های زاگرس رو، متا یادآوری باشه. جنگل‌های زاگرس از شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی شروع میشه و تا حوالی فیروزآباد در استان فارس امتداد می‌یابد تا منطقه‌ای با طول 1300 و عرض 200 کیلومتر از خاک ایران را به خود اختصاص دارد. 6 میلیون هکتار مساحت جنگل‌های زاگرس است و 2372 گونه گیاهی شناسایی شده، 61 گونه
استاندار 27 گونه ماهی، 167 گونه پرنده و 37 گونه خزنده در جنگل‌های زاپوزیست، همچنین 180 گونه درختی و درختزی، بیش از 25 گونه جنگل و مرتعی، 70% عشایر و 50% واحد دامی کشور در منطقه زاگرس قرار دارد. تا این اکوسیستم به عنوان یک منطقه استراتژیک در کشور مطرح شد. متوسط بارش در جنگل‌های زاگرس حدود 800 میلی‌متر در سال است و بیش از 50% آب کشور را تأمین می‌کند. این عرصه جنگلی 40% جنگل‌های ایران را شامل می‌شود. ببینید اهمیت جنگل‌ها در زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست واقعا. اما آن کشتی که اسمش محیط زیست است و ما بر آن سوار شده ایم متاسفانه در حال غرق شدن است. سوال اینجاست، چرا اکران زنجیره آتش زدن زاگرس پایان نمی‌یابد؟ چندین سال است که این جنگل‌ها در نامدیریتی به سر می‌برند. هیچ کس نبوده و نیست تا به جنایات زیست محیطی رسیدگی کند. آیا احداث طرح‌های غیر ضروری در محیط باعث نشده خسارت جبران ناپذیر به تنوع زیستی وارد شود؟ آیا در وزارتخانه ها دولت ها نبوده هم که همه نامدیریت ها رو برای هدف های کوتاه مدت و نسل زیده انجام داده هم؟ دولت ها نه تنها حافظ محیط زیست نیستن، بلکه متهم ردیف اول در ویرانی محیط زیست هستن. اگر ما و سازمان های مردم نهاد و فعالین محیط زیست با تعصب از محیط زیست دفاع می کنیم، اگر با کارهایی که باعث تخریب محیط زیست می شود مخالفت می کنیم، تنها به این دلیل است که به درجه از آگاهی رسیده ایم که برای حفظ بقای نسل‌های بعدی و نظم جهان است که ضرورت انجام این کارها را لازم می دانیم. زخم سدسازی و مدیریت های نادرست هنوز بر پیکره زاگرس التیام نیافته است که گزینه‌های دیگر به صورت عیان دارن زاگرس رو می‌بلند. بسیار جای تأسف است که در 10 سال گذشته تا به الان جنگل‌های زاگرس قربانی آتش زدن شده است و تنها عاملش انسانی بوده و متأسفانه اکثریت آن از روی عمد و با دلایل گوناگون ناآگاهی نسبت به عواقب تخریب محیط زیست، سوء استفاده اقتصادی و چندین مقاصد سوی دیگر میشه. دوستان، امروز زاگرس قربانی است. زاگرس همیشه درخت و حیات داده، اما به جایش هیچ چیزی نگرفته است. در حقیقت وقتی جنگل آتش میگیرد باید آنجا بود و دید که چطور درخت ها دم آتش میشوند و چطور نیروهای امدادی مردمی پراکنده در عرصه های وسیع جنگلی دنبال زبان های آتش میدوند و با شاخه های پرپرگ و خیسیده مدام روی آتش می کوبند و سعی دارند به زنگ آتش و شعله ها برند. بهار و تابستان است، اما متاسفانه مناطق زاگرس دیگر زنده و سبز نیست. خاک و خاکستری است که درختهایش در ذهل ما گم شده اند. به راستی اگر زعمات مردم و انجمن های مردم نهاد نبود، ما الان دیگر جنگل هایی نداشتیم. کما اینکه هر سال چندین نفر در این راه جان خود را فدا می کنند. اما دسته سودجو با هدف تخریب، زمین خاری و جنگل خاری جنگل ها را آتش می زنند تا به هدف شوم خود برسند. امسال هم در منطقه حفاظت شده کوسالان در نزدیکی شهرستان مریوان جنگل های بلوط را عمدی آتش زدند و نزدیک به 5 روز پیاپی آتش سوزان به جان درختان و جانوران کمیاب افتاد و چندین هکتار جنگل و درختان چند صد ساله را زغال کرد. و پارسال یعنی سال 1400 معدوده وسیع آتش سوزی ها برابر آمار منتشر شده از سوی دولت و مقام های رسمی نشان داد تنها در استان فارس بیش از 30,000 هکتار از جنگل ها در عرض 1 سال سوختند و این آمارها متاسفانه هر سال در حال تکرار است. و هر سال هم
بالاخره با تلاش‌های طاقت فرسای مردم موفق به کنترل آن میشه. و این موفقیت‌ها را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که فعالین عرصه محیط زیست از روی باور در برابر این جنایت خود را مسئول می‌دانند. اما نکته اصلی تجهیزات لازم برای خاموش کردن آتش است. یکی از تجهیزات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست هلیکوپتر است. ولی متاسفانه هلیکوپترهایی که امکان استفاده از آنها برای خاموش کردن آتش فراهم است، به جای اینکه در اختیار نهاد مسئول باشند، در اختیار نهادهای امنیتی هستند. و اما این نهادها نمی‌خواهند کمک کنند. پس شاید بهتر از سازمان محیط زیست حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی رو به ارتش و سپاه واگذار کنند. استفاده از امکانات لوجستیکی در اختیار آنهاست. این امکانات که در پادگان‌های ارتش و سپاه موجود است با هزینه کشور خریداری و نگهداری می‌شوند، ولی کسی به آنها دسترسی ندارد. پس شرم‌آور است که بگوییم در ایران امکانات لوجستیکی کافی هم برای پایش و هم برای اطفای آتش سوزی وجود دارد، اما در اختیار سازمان محیط زیست و جنگل‌ها نیست. و اما باز هم خیانت دیگری که دست به دست آتش داده و زاکروس را دارد نابود می کند این است که تنوع زیستی ما با اسلحه مجاز شکاری از بین می رود و گونه های نایاب جانوری را در معرض خطر انقراض قرار دادند که در روز روشن دولت به آنها فشنگ می دهد. هنوز در کشوری هستیم که شکار حیوانات و گرفتن جان آنها به عنوان تفریح و سرگرمی ادامه داد و برای این گونه تخلفات چه آتش زدن و چه شکار هیچ گونه بازخواستی انجام نمی‌گیرد. مسئولان در این گونه موارد خطا را برگردن یک دیگر می‌دهند و هیچ کس خود را مسئول این مجوزها نمی‌داند. و یقیناً وقتی که پیگیری‌ها این شکلی باشد، قطعاً سودجویان رو برای زمین‌خواری، آتش زدن عمدی و شکار سسورتر خواهد. براستی این گونه رفتارها توهین به شعور تمامی طرفداران محیط زیست است. جای تأسف است که در تعداد زیاد شبکه‌های تلویزیونی نه تنها کانالی به محیط زیست اختصاص داده نمیشه، بلکه کاملا برعکس، حتی 2 ساعت برنامه خاص آن هم در ساعت پر بخاطر در هفته وجود ندارد و اگر هم باشد آن را به ساعت پایین شب موکول میکنند که حتی به اندازه یک بازی فوتبال ورزشی ارزش قائل نیستند و فرهنگ سازی نمی کنند. البته نه این که بگوییم فوتبال بد است، اما می گوییم اگر جنگل ها نباشند، هوای دریه ها نیست که بتوان با آن فوتبال بازی کرد. در مدارس و دانشگاه هم با اوج نبود آموزش و سواد زیست محیطی مواجه هستیم و معضلات روز به روز گسترش می‌یابد. برای همین است که مردم ما اکثرا از لحاظ زیست محیطی بی‌سواد است. تومار و شعارهای زیادی را هم که از دولتیان میشنویم همگی خالی از وفا به عهد است که پشت پرده بدون عمل را دهند. کشور چین با پاشیدن باکتری به مناطق نیمه خشک بیابانزایی را متوقف کرد و لایه‌های زیستی مستعد پوشش گیاهی را در زمان کمتر از 1 دهه تولید کرد. اما در جنگل‌های ما در روز روشن بیابان افزایی به یک عادت تبدیل شده است. با نابودی جنگل‌های زاکروس در آینده نه چندان دور مطمئناً محیط زیست منطقه هم به کلی نابود خواهد شد. نه تنها محیط زیست بلکه اقتصاد و شیوه زندگی انسان ها هم مستقیم تهدید می شود و این فاجعه خیانت به تمام مردم ایران و سیستگاه بشری مردم زاکروس نشین است که دابد در ذهن ما خواهند ماند و در برابر آن بی تفاوت نخواهیم بود. در اینجا لازم و ضروری است که قضات محیط زیستی با توانایی و تخصص در این زمینه و با دانستن ارزش این منابع با ارزش با این جرایم رسیدگی و برخورد قاطع و مستقل داشته باشند و برای بررسی و تحقیق میدانی و تحقیق میدانی وضعیت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن
باید هیئت‌های مستقل و بی‌طرف به مناطق زاگرس اعزام شوند و راهکارهای اساسی را در این زمینه برای مدیریت صحیح این بحران به عمل آورند. ماده 15 سند یونسکو به صراحت میگه استفاده پایا از زمین، حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا و جنگل‌ها، مبارزه با بیابان زایی، اصل 5 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. دوستان، در آخر می خوام درودی بفرستم بر روان پاک فرشتگان محافظ جنگل و بگم همیشه در قلب ما هستید. ممنون از اینکه به صحبت‌های بنده گوش دادید. بنده در خدمتتون هستم، اگر مطلبی سوالی هست در خدمتتون هستم. بنده مایک رو رها می کنم. سپاس از شما آقای دادگاه، ممنونم از سخنرانی خوبتون. بله، متاسفانه همینطور که ما میدونیم طبق تحقیقاتی که انجام شده در زاگرس متاسفانه بیش از 100,000 هکتار جنگل سوخته و از بین رفته. اما سوال مهم اینه که در خصوص چرایی این آتش سوزی ها هست که کویرشناس تاکید میکنه که این آتش سوزی ها در واقع به خاطر شرایط اقلیمی نبوده و عمدی بوده و بیشتر به خاطر کوچاندن مردم هستش و اینکه بعد از اینکه این اتفاق میفته زمین ها به سمت بیابانی شدن میره و البته جنگ بر سر زمین هم گسترش پیدا میکنه و اینکه حتما و حتما یک هدف خاصی پشت این هست به خاطر اینکه این تاکید شده که شرایط اقلیمی نبوده، تنها در یک مورد که اونم مهار شده توسط اون اهالی. و واقعا متاسفم، امیدوارم که یه روزی باشه که واقعا این شاهد این اتفاق نباشیم. واقعا دردناک، از هر طرف ایران که نگاه میکنیم یه مشکلی هست، واقعا از طرف جنگل ها، از طرف محیط زیست، حالا از هر بودی که بخوایم نگاه کنیم متاسفانه این نقص همیشه وجود داره. ممنونم از سخنرانی خیلی خوبتون. من دعوت میکنم از جناب آقای سرمان یزدانپنا در خصوص یوزها و دلایل انقراض آنها. جناب آقای یزدانپنا، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. صدا دارید آقای یزدانپنا؟ لطفا مایک رو برشون باز کنید. بله، خسته نباشید. میگم و اصلاحی میکنم بابت مشکلی که پیش اومد. موضوع سخنرانی من یوزها و دلایل انقراض آن هست. چرا من این کلمه انقراض رو به کار بردم در حالی که هنوز این موجودات در معرض انقراض قرار دارم؟ نکته اینجاست که این تعدادی که از این یوزها باقی مونده فقط 12 تاست توی کل آسیا و اینه که من این عنوان رو انتخاب کردم. در ابتدا شروع میکنم سخنرانی رو با یه تاریخچه از یوزها و روز جهانی یوزپلنگ که نوع شهریور هست که دلایلش چیه که نوع شهریور روز یوزپلنگ. یوزپلنگ آسیایی یکی از زیرگونه‌های یوز است که بین 32 تا 67,000 سال قبل از نوع آفریقاییان جدا شد. این گربه‌سان که شباهت زیادی به پلنگ دارد اما تفاوت‌های جدی هم با این پسرعمه بزرگ جثه خود دارد. یوز آسیایی دست و پاهای بلندتر از پلنگ داشت، وزنی بیشتر، خارهای روی پوست آن سیاه و توپر و به لحاظ جثه سر و بدن از پلنگ کوچکتر است. همچنین وقتی شما به صورت یوزپلنگ نگاه کنید میتونید تفاوت رو ببینید. صورت خالهایی که روی بدن یوزپلنگ هست روی صورتش دیده نمیشه و اینکه خالها با گوشهای تیز نیستن، خالها کاملا گرد هستن تقریبا، ولی روی بدن پلنگ شما خالها با لبهای تیز میبینید. این حیوان روزگاری از شبه جزیره عربستان تا هند، بیابانهای قزلقوم و نواحی خزری و قفقاز جنوبی زیستگاه بزرگ خود را داشت که متاسفانه طی قرن 20 به شدت از این نواحی ناپدید و تنها به بیابان‌های دورافتاده ایران در کویر مرکزی مانند توران در استان سمنان، نایبندان در استان خراسان جنوبی و کویر درانجی در استان یزد محدود شد. وضعیت این جانوران به گونه است که در فهرست جانوران در آستانه انقراض اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد. ایران هم به عنوان آخرین زیستگاه یوز آسیایی از سال 1970 شناخته می شود و از سال 1390 میلادی به این سو پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شروع شده است. هرچند این اقدام قدری دیر رو افتاده است اما در تقدیر
نقطه امیدی برای افزایش تعداد یوزهای آسیایی است که البته به نظر من خیلی دیره دیگر. اما نوع شهریور رو به عنوان موز جهانی یوز پلنگ می نامند. حالا دلیلش چیه؟ یه داستان خیلی غم انگیز پشت این ماجرا هست. در نوع شهریور ماه 1373 و در یک روز گرم تابستانی یوز پلنگ ماده به همراه سه توله‌اش برای نوشیدن آب به سوی نخلستان‌های اطراف شهرستان باف آمد. اما در میان تعدادی از مردم محلی ناآگاه محاصره می‌شد. مادر پس از مدتی مقاومت در برابر حملات و ضربات مردم که توسط سنگ و چوب با آن وارد می‌شود فرار می‌کند، اما سه توله‌اش گرفتار می‌شود. یکی از شاهدان خود را به اداره محیط زیست باف می‌رساند و ماموران محیط زیست را مطلع می‌کند. زمانی که ماموران محل می‌رسند با لاشه بیجان یکی از توله‌ها مواجه می‌شوند، اما دو توله دیگر با وجود جراحات شدید همچنان زنده بودند و به یزد منتقل می‌شوند. شدت ضربات وارده بر سر روی یکی از توله‌ها باعث مرگ او در میان راه می‌شود. توله سوم در یزد توسط دامپزشک مداوا می‌شود، اما برای نجات از مرگ بلا فاصله به تهران منتقل می شود. طبق گزارش های محیط‌بانان بافت، ماده یوز هر روز به نزدیکی شهر و نخلستان می آید تا توله های خود را جستجو کنند. اما بعد از یک هفته جستجوی ناکام دیگر در محیط دیده نشد. توله بازمانده ماریتا نام گرفت و بعد از مدتی بهبود یافت. اما تا دی ماه 1382 شمسی در پارک پردیسان تهران باقی ماند و در همانجا پس از 9 سال مرد. هرچند دو طوله جان باختند و ماریتا نجات یافت، اما ماریتا بازمانده‌ای بود که به دلیل تنهایی و نبود جفت هرگز نتوانست کمکی به رفع انقراض یوز پلنگ ها کند. اما با گذر زمان و افزایش آگاهی در مورد یوز پلنگ ها سرانجام کشور موفق به تکثیر یوز ایرانی در اسارت گردید، به طوری که خبر تولد سه طوله یوز آسیایی در خطر انقراض ایران در 11 اردیبهشت 1401 شمسی خبر مسرت بخش برای دوستداران محیط زیست بود و این خبر زمانی مسرت بخش نشد که هر سه این طوله از جنس ماده اعلام شدند. اما کمتر از یک هفته از این ماجرای خوشمکننده نگذشته بود که نخستین طوله یوز تلف شد. درست در زمانی که طرفداران این گربه‌سانان ارزشمند دلخوش به دو طوله دیگر بودند، خبر ماده بودن این طوله‌ها هم تکذیب شد و اعلام شد که هر سه آنها نر بودند. هرچند که این خبر را نمیتوان ناامید کننده دانست، چرا که این دو طوله همچنان به عنوان ذخایر ارزشمند ژنتیکی شناخته میشدند، اما خبر تلف شدن طوله دوم آب سردی بر سر همه دوستداران و دست‌اندرکاران پروژه حفاظت از یوز ایرانی ریخت. وضعیت طوله سوم هم با وجود اعلام وضعیت مطلوب که زیر نظر دامپزشکان قرار دارد، همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. گرچه احتمالات پیش‌بینی ناپذیر در این پروژه بزرگ کار ناپذیر است. اما مسئله از آنجا آغاز می شود که با رویکرد دیگر مورد واکاوی قرار بگیرد. ببینید دوستان، مسئله اینه که مدیریت نداریم توی این کار و الا نباید این طولا اول که تشخیص نادرست جنسیت رو بهشون دادن، بعدم دوتاشون رو تلف کردن واقعا توی این پروژه. روزنامه ایرنا در 22 مرداد 1401 اعلام میکنه که ما 43 تا یوز در 28 سال از دست دادیم. حالا آماری که این خبرگزاری اعلام میکنه رو من به سمتون میرسونم. در 28 سال گذشته 43 قلاده یوز پلنگ در ایران کشته شدند که به طور میانگین هر دو سال 3 یوز پلنگ ایرانی تلف شدند و با در نظر داشتن میزان پایین زاد ولد یوز پلنگ، تلف شدن 1.5 یوز پلنگ در سال به معنای قرار گرفتن در مسیر انقراض کامل است. همونطور که بهتون گفتم ما 12 تا یوز دیگه باقی مونده. حالا تصور کنین میانگینش هر سال 1.5شون از دست بریم و میدونید که یوز پلنگا موجوداتی هستن که تا وقتی که طوله به مادر وابسته است نمیشه روی اون زنده بودنش حسابی باز. چه تعداد جمعیت یوز در مدت 80 سال گذشته کاسته شده؟ در رابطه با تعداد یوزهای آسیایی آمار دقیقی در دسترس نیست که این هم یکی از بزرگترین مشکلات در پروژه حفاظت محیط زیست است که من قبلا هم گفتم علت انقراض یک موجود، حالا یوز پلنگ باشه یا وزن زرد باشه هر چیزی باشه، اینی که در پایش‌ها و در سرشماری‌ها دیده نمیشه، یعنی دیده نمیشه و به حساب نمیاد و شمارش نمیشه و نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چه تعداد وجود داره، چه برنامه‌ای باید بریزن برای نجات باقی مانده. بنابراین بیشتر آمارهای اعلامی هم بر مبنای حدس و گمان‌های کارشناسان است. گمانه‌زنی در رابطه با تعداد یوزها از دهه 1320 نزدیک به 400 قلاده بوده که به تقریب در تمام مناطق استپی و بیابانی نیمه شرقی ایران و بخش‌های از نواحی غربی کشور نزدیک مرز عراق دیده می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم به علت ورود خودروهای جیپ
به ایران و سهولت دسترسی شکارچیان به زیستگاه‌های یوز و شکار دوغ‌های یوز، جمعیت آنها کاهش یافت. در اواسط دهه 50 جمعیت یوز پلنگ در ایران تقریبا 200 تا 300 تا بوده. قلاده تخمین زده شده. در سال 1394 شمسی این تعداد 70 قلاده و در سال 1397 این تعداد 47 قلاده تخمین زده شده است. این آمار در سال 1398 به کمتر از 40 قلاده رسید و آخرین گمانه‌زنی های تخمینی در سال 1400 هم به گفته حسن اکبری معاون سازمان محیط زیست وضعیت یوزپلنگ های ایران فوق بحرانی است و تعداد کل یوزپلنگ ها در حال حاضر به 12 قلاده رسیده که تنها 3 قلاده از آنها ماده بالغ هستند که وضعیت به شدت نگران کننده ایران وضعیت به شدت نگران کننده رو داره میشود. این در حالی است که تا 12 سال پیش شمار یوزپلنگ‌های ایران بالغ بر 100 قلاده بود. باید در نظر داشت که این آمار تنها مربوط به یوزپلنگ‌هایی است که کاملا شناسایی شده و دارای شناسنامه تایید شده بوده که در سال‌های 1399 و 1400 دارای تصویر قابل شناسایی و مستند هستند. این تعداد همانهایی هستند که از مادر مستقل شده و به عنوان عضوی از جمعیت امکان شرکت در زادآوری مستقل را دارد. از منظر علمی توله ها مادامی که از مادر با موفقیت جدا نشدن عضوی از جمعیت محاسبه نمی شود. اما علت مرگ یوزپلنگ ها چیه؟ ما چرا این همه یوزپلنگ رو داریم از دست میدیم؟ به طور کلی من میتونم بگم ناآگاهی مسئولین و ناآگاهی مردم میتونه باشه. اما بخوام به بررسی جزئیات بپردازیم میتونیم با آمار بهش جواب بدیم. از سال 1381 تا 1395 فقط 31 قلاده به دست چوپانان کشته شدند که در 75% موارد علاوه بر یوزها، پلنگها و گرگها هم توسط چوپانان و خرس قهوه‌ای توسط باغداران و زمینداران به صورت عمدی و توسط شلیک گلوله کشته شدند و حتی سگ‌های صاحبدار دست آموز و نگهبان گله مزارع نیز مستقیما عامل منجر مرگ نبودند، یعنی شلیک مستقیم چوپانان حالا از بین برد شد. بر اساس گزارش سازمان محیط زیست تنها از بهمن ماه 1358 تا بهمن 1399 تعداد 399 درگیری منجر به مرگ به 443 گوشتخوار ثبت شده که نشان میدهد سالانه نزدیک به 10 گوشتخوار بزرگ در ایران کشته شدند. بر اساس همین آمار خرس قهوه‌ای با وقوع 30% و پس از آن کفتار راهرو با 24% و پلنگ ایرانی با 17% بیشترین آمار مرگ و میر را داشت که مرگ تمامی آنها به دلیل تعارضات با انسان در دانداری، باغداری و کشاورزی بود. در خصوص یوز ایرانی که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN قرار دارد. ولی این اتحادیه هر جانوری که در معرض خطر انقراض قرار بگیره میاد توی فهرست سرخ اینجا این اتحادیه و تحت حمایت قرار میگیره. حالا چه حمایت‌های کارشناسی، چه حمایت‌های لوجستیکی یا هر چیزی که لازم داشته براشون. و هیچ سازمان سیاسی نیست و مستقل از مسائل سیاسی و به شدت در معرض خطر انقلاب. بیشترین میزان آسیب و میزان مرگ و میر را به ترتیب از حیوانات، از چوپانان، تصادفات جاده‌ای، شکار غیر مجاز به خود اختصاص داده. البته عواملی مانند جزیره‌ای شدن سیسکا که منجر به کاهش تنوع ژنتیکی این حیوان شده است نیز به نوبه خود حائز اهمیت است. ببینید وقتی بحث کاهش کاهش تنوع ژنتیکی میشد ما فقط 3 تا یوز ماده داریم. جناب آقای یزدان پناه، متاسفانه فکر کنم اینترنتشون مشکل داره. چند لحظه صبر میکنیم تا ایشون برگردن. من ایشون رو نمی‌بینم، ایشون رفتن بیرون از اتاق، درسته؟ کوتاه منتظرشون می‌مونیم تا ایشون برگردن. خانم رضاوند گرامی بفرمایید، مایک در اختیارتون. خسته نباشید. حالا تا جناب یزدان پناه تشریف بیارن و ادامه بدن من چند تا مطلب رو عرض کنم خدمتتون. موضوعشون جالب بود. ببینید یوزها متاسفانه خب به خاطر عدم مدیریت این اتفاقایی که افتاده واقعا تعدادشون چند فرد بیشتر نشده که همونطور که توضیح دادن شاید بیش از کمتر از 30 فرد در واقع حالا
شمارششون هم قرارداد هم فرد عنوان میکنن و پارک های حفاظت شده که تو استان های مثل سمنان و یا حتی یزد قرار داده شده یه مقدار کمک کرده، ولی یکی این دلایلی که اینها منقرض شدن، یکی این که وضعیت این که پارک های ملی رو تبدیل کردن یا در واقع زیستگاه های اینها رو تبدیل کردن به قسمت های محیط زیستی کشاورزی. بعد وقتی که مساعد میشه برای کشاورزی، آهوها که در واقع شکار اصلی یوزها هستن کم میشن و یکی موردش این هست، شکارشون هست. دومی که همین عدم آگاهی هستش که کشاورزها نسبت به اون دارن. میدید وقتی که همیشه اینو گفتن این یوزها همشون بیمه هستن، موارد تمام یوز پلنگ ها و پلنگ ها اینا همه بیمه هستن، اگر بیان به شکار بیان به کشاورزها این آگاهی رو بدن که این یوز اگر اومد به گوسفند شما، به گاو شما، به دام شما هر صدمه ای زد، اصلا به محصولات هر چه قسمتی صدمه زد، بیمه هستن، شما میتونید درخواست بکنید و بیمه اون رو میپردازه. ولی این آگاهی وجود نداره، صرف این که بیمه کنن فایده نداره. بعد به اون مناطق، به خصوص مناطقی که مثل خراسان، مثل سمنان، یزد که یوزها زندگی میکنن، یا سایر مثل پلنگ اینها زندگی میکنن، بهشون آگاهی رو بدن. اینجاست که اون عدم مدیریت پیش میاد که اینها بیمه هستن، اجازه بدید اگر حمله کرد گرگ کل گله رو نابود میکنه. بقول مادرم گفت گرگ حسوده، همه رو از بین میبره، یه دونه رو میخوره، اصلا نمیتونه تحمل کنه بقیه بمونه. اما یوز پلنگ یه دونه، اون که گرسنه است همون یه دونه رو شکار میکنه میبره، چون تو منطقهشون گرگ زیاد بود میدونستن. اما یوز پلنگ یه دونه است، اون یه دونه رو بذارید ببره برد، شما میتونید درخواست بکنید بگید حمله کرده و پرداخت میشه. متاسفانه این عدم آگاهی رسانی منجر میشه. بعد یه چیز دیگه هم هست، نمیدونم چرا ما تا یه حیوانو میبینیم یه سری بریم بکشیمش. مار میبینیم کار به ما نداره، داره میره، ولی فوری حمله میکنیم باید بکشیمش. یا این هم همینطور، یا خرس قهوه‌ای یا تمام اینها نتیجه اون آموزش هایی که داده نشد. تو کتاب های درسی ما هم نیست، حیوان آزاری داریم، حالا هر مدلی که هست. یکی از مواردی که من می‌خواستم توضیح بدم که چرا استان‌هایی هم که یوز دارن، یزد، سمنان، اصفهان، کرمان، خراسانه، ما که می‌دونیم این محدوده هست، سریع براشون اقدام باید صورت بگیره. و تا زمانی که جناب آقای یزدان پناه تشریف بیاره، من فکر کردم بد نیستش که این موارد رو خدمتتون توضیح بدم که شاید کمکی باشه. ممنونم. سپاس از شما خانم رضاوند عزیز. بله، همینطور که فرمودید، آموزش و آگاهی. متاسفانه من به نظر من ایران تنها کشوریه که حیوان آزاری توش خیلی زیاده، حالا هر جا که آدم میبینه به نوع مختلفی. و در مورد یوزها خود بلایای طبیعی مثل خشکسالی، طوفان، زلزله هم که در واقع اینا غیر قابل پیش بینی ان، باعث مرگ تدریجی یوزها میشن و یا حالا گونه‌های دیگه جانوری که در معرض اینجور در واقع حوادث غیر مترقبه قرار میگیرن. از طرفی هم توسعه صنعت و شهرنشینی، این خودش در واقع عرصه حیات وحش رو از جمله یوز پلنگ ها رو تنگ کرده و تخریب اون زیستگاه های اینا رو به شکلی تخریب کرده که اونها یعنی محدودشون تنگ شده و اصلا نمیتونن راحت زندگی کنن. و یکی از دلایل خیلی مهمی که محققان گفتن در مورد یوزهای ایرانی، این که علاوه بر این که اینا چون تعدادشون کم هست، تک جنسی هم شدن. اون تک جنسی بودن خب باعث میشه که اینا در واقع نتونن زاد و ولد کنن و تعدادشون زیاد بشه. باز اینا باز همه برمیگرده به اون مدیریت و عدم آموزش و عدم آگاهی که متاسفانه اینا رو همیشه ما داشتیم و یه چیزای پایه‌ای هست. امیدواریم که یه روزی اصلاح بشه. به هر حال ممنونم از دوستانی که مشارکت کردن. خانم رضاوند عزیز، نظرات خیلی خوبشون. منتظر آقای یزدان پناه هستیم. متاسفانه ایشون وارد اتاق نشدن. جناب آقای علی برومند در خدمتتون هستیم. ما در اختیار شماست، بفرمایید. با عرض احترام مجدد خدمت همکاران عزیز، من این نکته که می‌خواستم بگم این تاکسیدرمی کردن حیوانات هستش. من موقعی که بچه بودیم، ما رو میبردن از طرف مدرسه
میوردن این حیوانا رو که تاکسیدرمی کرده بودن، در واقع خوش کرده بودن، ما میدیدیم و اینا رو اصلا اون به جای اینکه ما با یه موجود زنده ارتباط برقرار کنیم، از بچگی ما مدارس و بچه‌ها رو که میبرن این حیوانا رو که نشون میدن، من یادم اولین باری که دیدم حالا ببر و پلنگ و این حیوانات رو دیدم، به جای اینکه توی باقی وحش دیده باشم به صورت زنده دیده باشم، به صورت تاکسیدرمی و خوش شده دیدم. و اونجا اصلا به نظر من اومد که مثلا این کار خیلی روتینیه و کار مثلا مشکل داری نیست، ولی الان فکرشو که میکنم خیلی کار وقیحانهیه که ما فقط برای اینکه یه چند نفر آدم رو بیاریم جایی بهشون نشون بدیم، میایم این حیوانا رو میگیریم و خوش میکنیم و اینو به قول معروف در واقع به این شکل داریم یه جوری فرهنگ اشتباهی رو به بچه ها تلقیم میکنیم. یعنی بچه ها با چشم خودشون ببینن که حیوانات خوش شده ای که کشته شدن و داخلشون رو خوش کردن که بیان به این شکل مثلا بچه ها بیان ببینن. من یه نظر گفتم که بگم خدمتتون که در جریان این داستان باشه. من رها میکنم ماکس. بله خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. متاسفانه این رو ما هم تو بچگی داشتیم و در واقع یک چیز خیلی لوکسی به نظر می اومد که این حیوانا رو اینجوری به این شکل تاکسیدرمی می‌کردن و به عنوان یه موزه درست می‌کردن دیگه. یه جایی واقعا من می‌رفتم می‌دیدم مثل یه گالری و این رو با افتخار نشون می‌دادن. متاسفانه به هر حال که امیدواریم که شاهد این قضایای دیگه نباشیم. خب ظاهراً آقای یزدان پناه نتونستن وارد بشن. خب دوستان میریم مبحث بحث آزادمون در مورد هوای پاک. خب در مورد هوای پاک به نظر من اول طبق ماده اعلامیه جهانی بشری حق حیات برای همه، اولین چیزی که هر انسانی در واقع هر موجودی میتونه به طور ناخودآگاه توی یک حالا هر کشوری هر شرایطی که به دنیا بیاد اون اکسیژن اون هوا رو به طور ناخودآگاه داشته باشه، ولی متاسفانه در کشور ما این حق که پایه‌ای و اساسی ترین حق هست متاسفانه وجود نداره و دستپاچه تغییرات شدید شده و این آلودگی هم که متاسفانه باعث مرگ و میر شده. یعنی هر فرد روزانه میتونه به سر 22,000 بار نفس بکشه، یعنی تقریبا 15 کیلوگرم هوا نیاز داره که متاسفانه این تو ایران وجود نداره. از دوستان میخوام مشارکت کنن، نظر خودشون رو بگن، علت این آلودگی هوا واقعا از کجا نشأت میگیره. میشنویم شما رو دوستان. خانم روزا جهانبین بفرمایید. خیلی ممنونم. در مورد مسئله عوامل آلودگی هوا چند مورد که به ذهنم میرسه رو خدمت دوستان عرض میکنم و بقیه موارد هم دوستان به حال تکمیل میکنن. اولین مسئله فعالیت های کشاورزیه که شاید خیلی هم به حال جز مواردی باشه که به چشم نمیاد، اما واقعا در روند فعالیت های کشاورزی این که از به حال کودهای شیمیایی آفتکش ها و حشرکش ها استفاده میکنن، تمام این موارد باعث میشه که هوا آلوده بشه. یه مسئله دیگه که خیلی هم در موردش اخبار زیاد هستش و روزانه ما شاید داریم مشاهده میکنیم، این بحث فعالیت صنعت و کارخانه ها هستش و اون گازهایی که از این فعالیت های صنعتی نشأت گرفته میشه که باز هم باعث آلودگی هوا میشه. و یه مورد دیگه فعالیت معادن هستش که در روند فعالیت معادن این گرد و غباری که درست میشه به هر حال باعث آلودگی هوا میشه. و یه مسئله‌ای که خیلی شاید برای هممون قابل لمس باشه بحث سوزوندن زباله ها هستش که باز هم خیلی متاسفانه ضربه میزنه به کیفیت هوا. مایک در اختیارتون. سپاس از نظر شما، ممنونم. جناب آقای یزدان پناه، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خسته نباشید. اینو خدمت همکاران با عذرخواهی میکنم بابت مشکلی که پیش اومده، مشکل فنی بود که نتونستم رفعش کنم. عذرخواهی میکنم از جمع.
ببینید بحث آلودگی هوا مطرح به نظر من مهمترین عاملش استفاده از سوخت‌های فسیلیه که تو کشور ما سوخت‌های فسیلی رو میشه به دو دلیل میتونیم علتش میتونیم به دو شکل عنوان کنیم عامل آلودگی هوا. اولی که تماما عمدیه، یعنی عمدی از این بابت میگم که از وقتی تحریم‌های ایران شروع شده مازاد سوزی سرعت گرفته، رواج پیدا کرده. علت چه اینه که اینا میتونه گاز خیلی راحت صادرات گاز جایگزین صادرات مازادی میکنه که جای برای انبار کردنش ندارن و اینا همه مستند هست. علاوه من اگه بخواید عمر خبرگزاری که نوشتم میتونم بهتون معرفی کنم. اونا اومدن مازاد سوزی رو رواج دادن که این باعث آلودگی و سرطان زاییه، چون مازاد دارای ترکیبات بنزندار هست که به شدت سرطان زا است. عامل دوم خودروهایی که اصلا سوختی که ما توی کشور داریم استفاده میکنیم، سوختی که بنزینی که با عدد اکتان پایین داره استفاده میشه که حتی استاندارد یورو 4 هم نمیتونه کسب کنه، و این سوخت باعث میشه که استفاده از این سوختا باعث میشه که ما میزان زیادی از ترکیبات آلاینده توی هوای کشورمون داشته باشیم. یا عامل دیگه همونجوری که خانم روزا جهانبین بهش اشاره داشتن، عامل پدیده ریزگرد است که جدیدن کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داده و علتش هم بحران‌های آبی و تغییرات اقلیمیه که ما داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. من مایک رو آن می‌کنم، وقت میدم سایر دوستان. سپاس از شما خانم ایران دختر کیا، بفرمایید ما در اختیار شماست. با درود مجدد خدمت دوستان. یکی از مواردی که جناب یزدان‌پناه هم یه گوشه بهش اشاره کردن همین خشک شدن تالاب‌ها و دریاهاست. اینا وقتی که خشک میشن برای خاک و شن و از این چیزا میمونه و اینا توی هوا منتشر میشه. مورد بعد میشه به ماشین‌های فرسوده اشاره کرد که این ماشین‌های فرسوده هم دود اگزوزی که را میندازن و به هر حال باعث آلودگی هوا میشه. من این دو مورد به نظرم اومد، در خدمتون هست. سپاس از شما جناب آقای رضایی. آقای رضایی شایان بفرمایید، ما در اختیارتون. درود بر شما خانم آقا بیکی. اول از همه دوست دارم اهمیت این هوای پاک و تمیز رو بگم بهتون که هوای پاک و تمیز باعث افزایش تحریک مغز و افزایش کارایی و گردش خون و سوخت و ساز بدن رو میبره بالا و از همه مهمتر برای نسل بعدی و جنریشن بعدی بهتره. چرا؟ چون یادگیری و شادابی رو میده به اونا و باعث میشن جامعه یه ذره پویاتر بشه. و تنفس مکرر آلوده، هوای آلوده هم باعث بیماریایی مثل آسم، برشیزم و سرطان ریه میشه، به خصوص در کودکان. اول از همه منابع آلوده هوا منابع طبیعی داره و منابع ثابت. منابع طبیعیش که همون طوفان و گرد و غباره که گاهی اوقات ما اونو توی سالیان پیش توی خوزستان می دیدیم که از خوزستان این گرد و غبار می اومد و به کل ایران پخش می شد، ولی منابع متحرکش مثل وسایل نقلیه عمومی و موتورها که حرکت می کنند و باعث آلودگی می شود. طبق آمار روزنامه شرق هم تهران بعد از شهر دهلی با شاخص 159 آلوده ترین شهر شد در ماه آگست 2022. و اینو میخوام اضافه کنم که استانداردهای آلودگی هوا و پاکی هوا رو که WHO تعیین میکنه شامل 40,000 میکروگرم در هواست، SO2 و مونوکسید کربونش 50,000 میکروگرم هست در هوا طی 8 ساعت، ولی متاسفانه شهر تهران میزان SO2 و NO2 از این حد تجاوز کرده و پیشبینی هم میشه که در فصل زمستان از این بدتر بشه. دستتون درد نکنه بابت وقتی که به من دادید. سپاس از شما، به موارد خیلی خوبی اشاره کردید. متاسفانه
چیزی که الان مد نظر هست همون سلامت انسان است واقعا، چون آلودگی یعنی هوا یه چیزیه که به طور ناخودآگاه وجود داره و همه باید استفاده کنن. خب حالا خیلی از موارد آلودگی ها هست که حالا مثل محصولات لبنی یا محصولاتی که آدم برای خورد و خوراکش استفاده میکنن، میگن تراریخته هست و مشکلات اینجوری داره، ولی ما میتونیم که از اونو استفاده نکنیم، ولی هوا رو که نمیتونیم، یعنی اجتناب ناپذیره، حالا چه آلوده باشه چه نباشه اینو باید استفاده کنیم چون احتیاج داریم که زنده بمونیم. ولی متاسفانه از سال 89 به خاطر اون سوخت مازوت و اون مشکلاتی که در سال 89 به وجود اومد، من یادمه که یه خاطره تعریف کنم. بچه‌هایی که در اون زمان بودن از جمله پسر خودم، تمام این دکترایی که مربوط به آلرژی بودن، یعنی از اون سالی که شروع شد تو مطب اینا پر بود و واقعا تمام بچه‌هایی که می آوردن از 2 ماه تا 6 ماه یا پوستا کهیر زده بود مثل یه آدمی که شیمیایی شده یا ریه دچار مشکل پیدا کرده بود. اونایی که پوستاشون مسئله داشت، خب مثل پسر من بود که در واقع حالا با یه سری کورتون میتونستن اینو درمان کنن و کنترل کنن و یه اسم آلرژی میزنن روش تموم میشه. ولی دکترایی که تو اون سال از دوستان ما بودن و تحقیق کردن گفتن متاسفانه صرفاً و صرفاً فقط به خاطر این وضعیت آلودگی هوا هستش و ما اینو نمیتونیم انعکاس بدیم و اگرم بدیم صدامون به جایی نمیرسه. و بقیه که مشکل ریه داشتن، یعنی ریه هاشون حساس تر بود، متاسفانه با سنهای خیلی مثلا کم 4 ماه کودک است، نوزاد هستن در واقع، اینا باید 3 ماه 4 ماه بیمارستان بستری میشدن و زیر اکسیژن میرفتن. متاسفانه خب این یه فاجعه است تا این بچه بخواد بزرگ بشه با این مواد سمی چه اتفاقاتی برای بدنش میفته. میبینیم که باز از دوستان ما میگن متاسفانه تو ایران کودکان سرطانی خیلی خیلی زیاد شدن، صرفا یکی از دلایل عمدهش فقط همین آلودگی هوا است. متاسفانه انقدر بحث آلودگی هوا زیاده که آدم واقعا نمیدونه از کجا و چجوری شروع کنه و بگه. به هر حال من مایک رو رها میکنم، میذارم در اختیار جناب آقای جعفری. بفرمایید، ما در اختیار شماست. با عرض سلام و مجدد خدمت همه عزیزان، یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا مسئله گردآوره که حالا معمولا روزانه هم اخبارش رو میشنویم و میبینیم. دو تا عامل هست که به اصطلاح به نظر من جزء عوامل اصلی به حساب میاد، یکی عوامل خارجی هست و یکی هم عوامل داخلی. حالا از عوامل خارجی معمولا تو شرق که هممون اطلاع داریم، رودخانه هیرمند که به اصطلاح افغانستان آبش رو کنترل کرده و باعث این شده که دشت سیستان یه دشت خیلی وسیع و بزرگ بشه، یکی از منابع تولید گردآبار. یکی هم بحث سد آتاتورک که در ترکیه به اصطلاح رو دزله و فرات زدن که اونم باز باعث شده که تو عراق باعث تولید گردآبار شدید بشه. حدود 34.6 میلیون هکتار از اراضی کشور معمولا مناطقی هستند که گردآبار تولید میکنن که حدودا سالانه 4,230,000 تن گردآبار زیر 10 میکرون تولید میکنن که این معمولا پخش میشه در حدود 23 تا استان کشور، که حدود 5 میلیون هکتار از این اراضی معمولا اراضی کشاورزی آبی و دیم هست که داره به کانون خیزش گردآبار تبدیل میشن. اینا حالا عواملی هست که باید دولت جمهوری اسلامی فکری به حالشون بکنه و بتونه اینا رو مدیریت بکنه به شکلی که به اصطلاح هوای پاک و حداقل به مردم هدیه بده.
ممنونم از اینکه مایک در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما جناب آقای جعفری. دولت واقعا هیچ مدیریتی نمیتونه انجام بده در خصوص آلودگی هوا، سال هاست که درگیریم. نمیدونم، امیدوارم که ما خودمون در واقع بتونیم مردم ایران با یه سری از کارها و راهکارهایی که داریم رعایت کنیم و بتونیم یک مقدار کم کنیم، ولی پایه و اساسش در واقع از همون دولت میاد که باید مدیریت کنه، که خیلی راحته ولی نمیخواد این کارو بکنه اینجور که شواهد نشون میده. من مایک رو رها میکنم، میذارم در اختیار خانم روزا جهانپور. میشنویم شما خانم جهانپور. خیلی ممنونم. قبل از من آیدی زاره دست بلند کرده بودن. میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. درود و سلام به شما عزیزان. پیرو صحبت دوستان خواستم عرض کنم که خب همه مستحضریم که کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشکه. در واقع اگر مسئولی داشته باشی این کشور و در واقع اگر دلسوزی داشته باشی این کشور، میتونه از انرژی های پاک که مثلا ما تو کویرمون میتونیم از این پنل های خورشیدی استفاده کنیم، یا مناطق بادگیر ما داریم که میتونیم انرژی طبیعی رو بتونیم واقعا انرژی پاک رو تبدیل کنیم به یه انرژی که بشه استفاده کرده ازش. اینه که متاسفانه همون دیگه، بالاخره عدم مدیریت و شرایطی که متاسفانه اینا رو حالا بنا به هر دلیلی اجرا نمیشه و ما از این وضعیت واقعا محروم هستیم، علی رغم داشتن یه همچین نعمتی. ما هم خورشید خوبی داریم و هم شرایطی که بالاخره بتونیم از این وضعیت استفاده کنیم. حالا چرا استفاده نمیشه، چرا بالاخره از این پتانسیل بهره برداری نمیشه، جای تاسف داره. مرسی. سپاس از شما خانم جهانپور. ما در اختیارتون. مرسی. در ادامه این مسئله در واقع عوامل آلودگی هوا، میخواستم یه اشاره بکنم به گازهای CFC که به هر حال خیلی هم در موردش ما در این چند سال اخیر شنیدیم که باعث آلودگی هوا میشه، و این مسئله سوراخ شدن لایه اوزون که دارن تلاش میکنن که به هر حال با کنترل کردن فعالیت‌های انسانی این رو بتونن محدودترش کنن، باز هم یکی از مسائلی هستش که باعث آلودگی هوا میشه. و حتی هفته آینده دقیقاً 16 سپتامبر روز جهانی حفاظت از لایه اوزون هستش که به هر حال تلاش میکنن به نوعی توجه همه رو به این مسئله اهمیت لایه اوزون و اینکه میتونه جلوگیری بکنه از ورود گازهای CFC و گازهای گلخانه‌ای به سطح کره زمین توجه رو جلب بکنن. و حتی خود هوای پاک هم روز جهانی داره. دو روز پیش هفته سپتامبر روز جهانی هوای پاک بوده که به هر حال اینا همه بهانه هایی هستن که به مردم یادآوری کنن که توجه بیشتری کنید و تا جایی که از پس در واقع دستتون برمیاد و در توانتون هست به این مسائل توجه بکنید. و حتی در کشور خودمون هم تاریخ 29 دی به عنوان روز ملی هوای پاک در نظر گرفته شده که به هر حال متاسفانه خیلی اقدامات خاصی ما نمی‌بینیم که انجام بشه و به هر حال از رسانه‌ها هم استفاده نمیشه به اون صورت. اما به هر حال اگر که ما بتونیم توجه بکنیم به تمام این کنوانسیون‌هایی که هست که ما حتی توی جلسات خودمون هم بارها گفتیم، کنوانسیون وین، پروتکل مونترال، پروتکل کیوتو و خیلی از کنوانسیون‌های دیگه که همه در مورد این مسئله آلودگی هوا و توجه به محیط زیست صحبت کرده، اگر که یه مقداری در حد توان خودمون بتونیم توجه بیشتری بکنیم به اندازه خودمون در تمیز شدن هوا و کاهش آلودگی هوا میتونیم مثبت عمل کنیم. میکروفون در اختیارتون. مرسی.
سپاس از شما. دوستان اگر که در رابطه با آلودگی هوا که مبحثش خیلی وسیع و گسترده هست، اگر که نظری دارید با ما در اشتراک بذارید، میتونیم چه راهکارهایی داشته باشیم خود ما برای اینکه بتونیم بهتر عمل کنیم، حداقل خودمون یکم از این آلودگی کم کنیم. جناب خانم خیام بفرمایید، ما در اختیار. درود، خسته نباشید به همه عزیزان. می‌خواستم در مورد این که شما فرمودید که ممنون از صحبت‌های خوب همه دوستان که خیلی کامل بود و من رو چیزی برای گفتن نمونده، در صورتی که واقعا بحث گسترده است، که چند تا راهکار خیلی کوچیکه که حتی شاید فردی باشه که هر فرد خودش میتونه به نوبه خودش توی خونه خودش این راهکارا رو به کار ببره. شاید به چشم نیاد، اما استفاده از حتی مواد شوینده های که با درصد شیمیایی بالا هست، چه برای لباس، چه برای استحمام و چه برای شوینده های ضد عفونی ها و هر چیز دیگه، استفاده از عطر و اتبولان، مخصوصا اسپری های خوشبو کننده کوتاه مدت، خیلی همین مسائل تاثیر جزئی داره حتی توی محیط خون. استفاده از گیاهان هواساز که هر کسی میتونه با حداقل ترین هزینه از گیاهان هواساز برای داخل محیط خونه استفاده کنه، و اگر هم کسانی که در ایران هستن تراسی داشته باشن و یا حیاتی داشته باشن میتونن از گیاهان استفاده کنن که هست. حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن نه، همون گیاهان هم خودش احتیاج به آبیاری و اینا هستن، گیاهان هواسازی که به مقدار کم آب احتیاج دارن مثل کاکتوس ها هستن، ولی برای هواسازی و تصفیه هوای حتی محیط های کوچیک قابل استفاده. و یکی این که استفاده از مواد کودهای شیمیایی، من همه اینا هم در محیط شخصی میگم، استفاده از کودهای شیمیایی توی حوزه کشاورزی خودش بحثش جداه که چقدر تو آلودگی هوا تاثیرای سو داره، که همینا توی آبهای سطحی و آبهای عمقی میره بعد وارد سیستم اکوسیستم زمین میشه و همه اینا بهش جداه. حتی خود شخص میتونه از کودهای طبیعی برای داخل باغداری های داخل خونه و داخل حیاتش استفاده کنه و تقویت کننده های طبیعی از گیاهی گرفته تا حتی به صورت ادویه‌ای ها هستن، و حداقل استفاده از کودهای شیمیایی و مواد شوینده و عطر و اتبولان ها. اینها چیزهایی هستن که برای استفاده های شخصی تأثیر خیلی سهم خیلی کوچیکی دارن توی پاکسازی هوا. ممنون که این وقت در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما، سپاسگزارم از نظر خوبتون. دوستان عذرخواهی میکنم اگر که من متوجه نمیشم نوبت دست، یعنی دست کی اول میره بالا، به خاطر این عذرخواهی میکنم اگه پیش و پس میگم این رو، یعنی واقعا نمیبینم اینجا. فکر میکنم جناب آقای شایان بفرمایید، من در اختیارتون. درود خانم آقا بگیر. راجع به راهکارهایی که برای هوای پاک بود میخواستم بهتون توضیح بدم. اولین راهکارش توی جوامعی که ما هستیم توی اتحادیه اروپا خود ترویج و تشویق دولت هست که تأثیر میذاره روی شهروندا، مانند استفاده از دوچرخه که اینو توی کشورهای هلند و بلژیک میتونیم قشنگ ببینیم و تأثیر بسیار زیادی داره روی هم پاکی هوا هم کمک به حقای شهروندیش. و اگر از طرف دولت هم نبود با تنظیم آب گرم کن یا چک کردن نشتی های لوله ها و مواردی مانند کاشتن درخت یا گل توی خونه، خیلی میتونه تأثیر بذاره
توی افزایش آلودگی و کاهش آلودگی و پاک کردن محیط منزل، از جمله اینکه باید یک ذره از لحاظ تذکر دادن به بقیه شهروندان که استفاده از حمل و نقل عمومی بکنن به جای حمل و نقل تکی میتونه مؤثر باشه. ممنون از وقتی که در اختیارم بود. ممنون از شما. بله، این واقعا این تک سرنشینی یکی از مشکلاتیه که متاسفانه مردم به هیچ عنوان رعایت نمی‌کنن. یعنی ما خودمونم که تو ایران بودیم تو اتوبان می‌بینیم همه تک سرنشینن. همه، یعنی این خودش، یعنی خود مردم هم باید رعایت کنن. این یه بخش عمده‌ای هستش که میتونه تاثیرگذار بشه. ممنون از نظر خوبتون. من مایک رو میذارم در اختیار خانم زهرا و آقای سیامرد. ببخشید من امیدتون رو نمیدونم. این که دوتا اسم هستش. سلام. بله، من مژگان زاره هستم به همراه همسرم آقای سیامرد زاره. بله، بحثی که هستش از نظر من، اول که این وسط باز آموزش خیلی تأثیر داره، مخصوصا چون الان آموزش صرفه‌جویی کردن توی انرژی، ما متاسفانه توی ایران اصلا به بچه‌ها از کودکی آموزش داده نمیشه که باید توی مصرف انرژی صرفه‌جویی کنن. یعنی این یکی از آموزش‌های مهمیه که اگر از بچگی نهادینه بشه به نظر من خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. و یکی حتی من میبینم که خب توی کشورهای غربی از لحاظ بازیافت مواد چقدر اهمیت داره، زباله ها چجوری جداسازی بشن، ولی باز متاسفانه توی کشور ما این هم صحبتش میشه اما آموزش دقیقی در موردش داده نمیشه و این از بچگی، چون بچه ها این آموزش ها رو نمیبینن به همین صورت بزرگ میشن و متاسفانه تا جامعه بیاد به اون حدی برسه که این مسائل فراگیر بشه، ما به اون آلوده، یعنی به اون پاکی حالا حالا ها نمیرسیم، مگر اینکه یه آموزش درست باشه. چون اینا خیلی تاثیر داره، هم صرفه جویی توی مصرف انرژی، هم بازیافت مواد به صورت درست. و این نظر من، به نظر من اول باید آموزش داده بشه توی این زمین ها. اینا خیلی تاثیر داره توی پاکیزگی هوا. سپاس از شما. من هم همیشه روی آموزش و آگاهی رسوندن خیلی تاکید دارم، ولی در این خصوص یه بخشش آموزش هست و اینکه مردم به نظر من در مورد آلودگی هوا میتونن همین تک سرنشین بودن یا حالا صرفه جویی کردن توی مواد شیمیایی که استفاده میکنن، اصلا مثلا یه جامعه کوچیکی که به عنوان یک خانواده هست، ولی تمام اینا رو که کنار بخواییم بذاریم، اون بخش عمده آلودگی هوا بیشتر مربوط میشه به صنایع و سوخت و مازوت. یعنی این مشکلات انقدر بزرگ و اساسی هستش که یه مقدار اون در واقع کارهای مردمی که در واقع انجام میدن خیلی کوچکتر به نظر میاد. چون به هر حال ما اگه تمام اینا رو رعایت کنیم، باز اون مازوتی که سوخته میشه، اون وضعیتی که برای، یعنی مجبورن اینا مازوت رو بسوزونن، به خاطر تحریما کسی ازشون نمیخره. یعنی این، یعنی خودشون میگن که باعث مرگ و میر میشه این آلایندگی ها، ولی باز میسوزونن، این کار رو انجام میدن. به خاطر همین بخش عمدهش بیشتر مربوط میشه به سیستم که دولت داره در واقع میگردونه. ممنونم از نظر شما. من مایک رو میذارم در اختیار آقای جعفری. بفرمایید. با عرض سلام و مجدد خدمت همه عزیزان، یه بحثی که خیلی به اصطلاح بحث مهمیه که به نظرم حالا تو کشور ما که اصلا متاسفانه توجهی بهش نمیشه، همون بحثی که یکی از دوستان فرمودن استفاده از انرژی‌های نو و پاک هست، مثل انرژی برق، تولید برق، انرژی هیدروژنی، مغناطیسی، هسته‌ای. جدیداً حالا به اصطلاح خبر جدیدی که بود این بود که تو چین یه به اصطلاح راه آهنی ساخته شده که حتی الان مثلا تو آلمان دارن از انرژی برق استفاده میکنن.
ولی اونا از انرژی مغناطیس برای به اصطلاح چیزاشون دارن استفاده میکنن برای ترنا، و این میتونه یه راهکار خیلی مفیدی باشه. و همون برق و انرژی هیدروژنی و هسته‌ای باز چیزایی هستن که به نظر من میتونن در آینده نچندان دور صنایع و خودروها که تقریبا میشه گفت که عامل اصلی آلودگی هوا هستن، اینا به سمتی برن که به جای استفاده از اون به اصطلاح سوخت‌های فسیلی و اینا از انرژی برق یا انرژی هیدروژنی و اینا استفاده بشه. و یه بحثی هم که به اصطلاح خیلی روزانه باش درگیریم همون پدیده گرد و غبار هست و اینا، که حالا به نظر من بهترین راهکار میتونه درختکاری باشه تو مناطقی که احساس میشه که به اصطلاح بیشتر گرد و غبار تولید میشه و اینا. اینا به هر حال مواردی هست که به نظر من میتونه خیلی راهکارهای خیلی خوبی باشه برای آینده. و مهمتر از همه اینا باز استفاده، همونجوری که باز دوستانم فرمودن، استفاده از خودروهای عمومی و چیزایی به اصطلاح عمومی به جای خصوصی. چون اگر شما آدم نگاه بکنه می‌بینی مثلا تو همین بحث 2-3 ماهی که تو آلمان بلیت 9 یورویی به اصطلاح فروخته شد، عملا تعداد به اصطلاح چیز اضافه نشد، ولی نزدیک به 52 میلیون بلیت فروخته شد و این خیلی کمک کرد به هم سیستم حمل و نقل و هم پاکی و کمک به جلوگیری از آلودگی هوا کرد. به نظرم اینا مواردی هست که اگر روش برنامه ریزی بشه خیلی میتونه به کشور ما کمک بکنه، چون ما منابعش هم داریم. ممنونم. سپاس از شما جناب آقای جعفری. خانم جهانبی مدرکش روز بفرم. خیلی ممنونم. من در تکمیل صحبت‌های دوستان یه چند تا نکته رو می‌خواستم بگم. یکی همین نکته که آقای جعفری گفتن، بحث استفاده از انرژی پاک. حالا من توی چت هم نوشتم الان دیگه به حدی علم پیشرفت کرده که حتی از زباله هم دارن انرژی می‌گیرن و زباله رو تبدیل به انرژی می‌کنن، و کشور چین هم این کار رو شروع کرده برای ترن‌هاش و داره استفاده می‌کنه. اما در کشور ما هنوز اون انرژی خورشیدی که خیلی وقت خیلی از کشورهای پیشرفته به اون علمش و صنعتش دست پیدا کردن و خیلی عادی داره با این قضیه برخورد میشه و مردم دارن استفاده میکنن، متاسفانه توی کشور ما فرهنگسازیش نیست. به اضافه اینکه اون هزینه اولیه‌ای که باید برای خریداری پنل‌هاش و این چیزاش استفاده بشه، متاسفانه مردم ما اون هزینه رو نمیتونن انجام بدن، برای همین خیلی این قضیه جا نیفتاده. یه مسئله دیگه، یکی از دوستان راهکار ارائه دادن برای استفاده از دوچرخه. خب خیلی عالیه، در کشورهای پیشرفته هم داره استفاده میشه، اما دو تا مسئله است باز هم در مورد کشور ما. یکی این که اصلا کلا این قضیه متاسفانه برای بانوان ممنوعه، یعنی استفاده از دوچرخه برای بانوان ممنوعه توی کشور ما. یه مسئله دیگه اش هم این که متاسفانه راه‌های ما امکان در واقع پیست دوچرخه سواری ندارن، یعنی مثل کشورهای پیشرفته که یک پیست جداگونه‌ای در نظر گرفته شده کنار جاده اصلی یا حتی توی اتوبان‌ها که مسئول در واقع اون راحت میکنه عبور و مرور دوچرخه رو، راه‌های ما این قضیه رو ندارن. یعنی ما حتی آسفالت درست حسابی هم برای ماشین نداریم، دیگه چه برسه به اینکه یه راه جداگونه‌ای برای دوچرخه داشته باشیم. یه مسئله دیگه، خب اون بحث بازیافت هستش که خیلی عالیه، اگر که به هر حال همونطور دوستان که گفتن فرهنگسازیش انجام بشه خیلی خوبه. اما یه مورد دیگه، حمل و نقل عمومی باز هم یکی از راهکارهایی هستش که دوستان ارائه دادن، اما باید ببینیم که آیا این وسایل حمل و نقل عمومی ما کیفیت این رو داره که شهروند ما حاضر باشه از رفاه خودش بزنه، از ماشین شخصی خودش، ماشین کولردارش و اون شرایط عالیش بگذره و سوار مثلا یه اتوبوس خیلی قدیمی مال دهه 70 و دهه 65 بشه که تحت تهویه مناسبی هم نداره. در نتیجه این قضیه برمیگرده به عملکرد دولت، یعنی دولت باید
این امکانات رو در اختیار مردم قرار بده، پیست دوچرخه سواری بذاره، یه مقداری قانون رو بازتر بذاره و سرویس حمل و نقل عمومی رو رعایت کنه و در واقع تعمیر کنه. و مورد آخر اون بحث خب فضای سبز و درختکاری هستش. چند روز پیش من یه خبری خوندم که دم در یکی از این حسینیه ها برای اینکه اون ورودی حسینیه بهتر دیده بشه اومدن درخت ها رو قطع کردن. توی همچین وضعیتی ما داریم میگیم که خب درختکاری کنید و فرهنگ درختکاری رو در واقع جا بندازیم. و از اون طرف داریم میبینیم که متاسفانه روزانه جنگل خاری، چوب خاری، فروش خاک برای کشورهای عربی هم شنیده میشه. من همه این موارد رو گفتم که به اینجا برسم که درسته که ما به عنوان یک شهروند عادی یه سری وظایف داریم که بارمون هم خیلی سنگینه در برابر محیط زیست، اما قطعاً دولت هم وظایفی داره که اگر 50% شهرونده، 50% هم دولته که باید اون کارا رو انجام بده و این امکانات رو در اختیار شهروندان قرار بده. مرسی، میکروفون در اختیارتون. سپاس از شما. من اینجا یه کامنتی بذارم. اگر که شما گفتید 50، به نظر من 50 که هیچی، واقعا دولت 80% شاید 90% باید شرایط رو مهیا کنه برای دوچرخه که این امکانش وجود نداره و و و چیزهای دیگه. واقعا در مورد آلودگی هوا، شاید در مورد موارد دیگه نیاز به آموزش باید باشه، سطح آگاهی مردم خیلی بره بالا بتونن چجوری برخورد کنن. ولی در مورد این آلودگی هوا، این نظر شخصی بنده هستش، یعنی به هیچ عنوان من میگم یه بخش خیلی کوچیک مردم یعنی واقعا دخیل هستن، ولی به قول شما همون تک سرنشینی که ما بهش اشاره میکنیم، چطور یه فردی بیاد اصلا توی متروها، توی اتوبوس‌ها که جا نیست، طرف سوار بشه یه فضایی برای خودش ایجاد بکنه به مقصد برسه. پس باز این از همون در واقع عملکرد ناصحیح دولت هستش، همه چیز به اون برمیگرده، مخصوصا در مورد آلودگی هوا که شاید من بگم 90% مقصر دولت هستش متاسفانه. من مایکرو میذارم در اختیار آقای یزدان‌پناه، میشنویم شما، بفرمایید آقای یزدان. مجدد خسته نباشید، میام خدمت هم کنم. ببینید راهکارهایی که دوستان گفتن راهکار فرهنگی حساب میشه. بحران مملکت ما الان تک سرنشینی، خودرو تک سرنشین یا دوچرخه یا این چیزا نیست. درسته همه اینا مشکل و وجود داره، اما همونجور که خانم آقا بیگم بهش اشاره داشتن، الان ما مشکل مازوت سوزی داریم، به طوری که ببینید مازوت سوزی توی پس زمستان یه توجیه میشه براش داشت، بگیم فشار گاز کاهش پیدا کرد، نیروها روی آوردن به مازوت سوزی، اما توی فصل بهار تابستونش توجیهی نداره. سوختهای فسیلی مصرفشون توی ایران وحشتناکه و علتش هم تنها دولته. دولت ما حاضر نیست با دنیا در تعامل باشه تا بتونه این صنعت فرسوده کشور رو تکونی بده، برای بهبودی بده، ارتقا بده بهش. حاضر نیست این پالایشگاه فرسوده رو تعمیر، یعنی به خاطر تعاملات اشتباه و غلطی که با دنیا داره نمیتونه این پالایشگاه رو ارتقا بده، نمیتونه خرید کنه فیلترهایی رو که الان توی تحریم هستیم. واقعا این فیلترها رو تحریم کردن، کاتالیزورها رو تحریم کردن ایران، چون نمیتونه اینا رو خرید کنه و در اختیار مردم قرار. مردم تا مطالب آموزش ببینید، به نظر من آموزش خوبه که بتونه جامعه رو مطالبه گر کنه، ولی آموزش فرهنگی رو برای جامعه خوبه که نمیگم بده، برای ایران هم باشه، ولی بیشتر برای جامعه خوبه که از عدد 80 مثلا بخواد به 100 برسه. من مایک رو روان میکنم آنو از وقتی که من. سپاس از شما جناب آقای یزدان‌پناه. میشنویم خانم زاره، بفرمایید. خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، من یه خورده من اشتباه کردم، شرمنده. سلام مجدد پرو، صحبتهایی که فرمودین که نقش دولت، من میخواستم چند تا چیز رو بگم. دقیقا یکی این که قضیه، خیلی از مردم خیلی دوست دارن که واقعا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، خیلی از دوچرخه استفاده کنن. دقیقا مثالی که میتونم بزنم یکی این که اول وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس ها خودشون عامل آلودگی هوا هستن. اگر ما استفاده هم بکنن مردم، باز این اتوبوس ها اینقدر قدیمی هن که اینجا. و اینکه مورد دیگه ای، ما موردی داشتیم توی مثلا شیراز
دوچرخه هایی بود به اسم بیدود. مردم این رو میتونستن اشتراک بگیرن به صورت خیلی راحت، حتی جایگاهش هم بود توی پیاده‌روها تعبیه شده بود که استفاده کنن. مدت خیلی تقریبا یکی دو سال هم مردم استفاده کردن، ولی دقیقا به خاطر مشکلاتی که برای بانوان بود و استفاده از دوچرخه براشون ممنوع شد، این دوچرخه های بیدود از سطح شهر شیراز کلن جمع‌آوری شد و دیگه ما دوچرخه ای ندیدیم. اینجوریه که حتی اگه مردم خودشون هم بخوان استفاده کنن و توی پاک بودن هوا نقشی داشته باشن، این مسائل باعث میشه که نتونن این کارو بکنن. این هم بحثی بود که آره پیرو این که دولت واقعا نقش داره توی این قضیه، خواستم بگم خدمتتون. ممنونم از شما خانم تنهایی عزیز، بفرمایید گفت در اختیار شما. سلام مجدد به همه دوستان، مرسی که ما رو در اختیارم گذاشتیم. ما داریم در مورد سیستمی صحبت میکنیم که همه اینها که وسایل نقلیه باید برقی باشه، آلودگی هوا رو کمتر بکنیم با مصرف کمتر گازوئیل و فسیل و همه اینها، استفاده از دوچرخه و اینا به کنار، ولی ما داریم از رژیم جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم، از دولتی حاضره هر هزینه‌ای برای تبلیغ اسلام، حالا اسلام واقعی که نیست، برای تبلیغ اسلام انجام بده، برای تمام کارهای تروریستی، ساخت اسلحه، ساخت به قول خودشون پهپاد و چیزهای دیگه جنگی انجام بده. و تو این چند سال اخیر نگاه کنیم ببینیم واقعا ایران با تمام حالا تحریم هایی که داشتیم، ما میبایست یه پیشرفتی خودمون داشته باشیم و خودمون یه ذره خود مختار شده باشیم واقعا داشتیم؟ نه. خب ما الان اصلا انتظاری که از دولت جمهوری اسلامی داریم، انتظار به نظر من بی جاییه، به خاطر اینکه اصلا این دولت نیست، این رژیمی نیستش که به فکر مردم و به فکر ایران باشه. ساخت و سازایی که ایران داره الان تو کشورهای دیگه و تو کشورهای همسایه میکنه، تو کشورهای عربی میکنه، اصلا قابل مقایسه با کشور خودمون نیستش. پس یعنی کسایی که اون بالا نشستن، حالا من میگیم، ولی اون که اون بالا نشسته به فکر هر مملکتی هست، به فکر آسایش هر ملت دیگه‌ای هست جز ملت ایران. و موضوعی که شما الان خانم آقابیگی گفتین در مورد آلودگی هوا و بیماری ها، من خودم بیماری آسم دارم و تا زمانی که تو ایران بودم از اسپری آسم استفاده میکردم و بارها و بارها در ماه میشد که واقعا حالم بد میشد، مخصوصا وقتایی که به مناطق شلوغ تهران میرفتم. خب استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام میدادم، ولی وسایل نقلیه عمومی که خودشون آلودگی هوا داره ایجاد میکنه. از زمانی که از ایران خارج شدم میتونم به جرئت بگم از هفته اول من اصلا به اسپری آسمم احتیاج پیدا نکردم دیگه. و خوشبختانه تمام اون چیزایی که توی ایران به من میگفتن آلرژی فصلی هستش، تمام اگزماهای پوستی که میگفتن آلرژیه و من مجبور بودم هر سال تو فصل بهار یا تو فصل تابستون اون کورتونی که میزدم و دیگه الان نمیزنم و الان هیچ مشکلی ندارم. الان کوهنوردیمو میکنم، دومو میرم، دوچرخمو سوار میشم. یعنی هم آسمه مشکلش برطرف شد، هم تمام مشکلات پوستی که داشتم. این یعنی که اصلا دولت جمهوری اسلامی ایران به فکر هر چیزی هست جز ملت و مملکت، یعنی متاسفانه. مرسی که ما رو در اختیارم گذاشتید. مرسی از شما، واقعا به نکات خوبی اشاره کردید. دقیقا یک چیزی رو که میخوام بگم، تمام این حالا مسائلی که گفته شد یه دلسوز میخواد واقعا برای مملکت ایران، برای کسی که واقعا قلبش بتپه، برای مردم، برای کودکای 4 ساله که درگیر سرطان هستن و حتی کلمه‌شو خودشون با زبان بچگی نمیتونن و میان از آدم میپرسن که این چیه. من بارها یعنی برخورد داشتم و واقعا برام دردناک بوده، خیلی دردناک، صرفا و صرفا فقط به خاطر آلودگی هوا.
یعنی واقعا تمام این چیزایی که میگیم دولت حالا نمیتونه انجام بده اینا شاید اصلا نیست، میتونه ولی دلسوز نیست، نمیخواد انجام بده، در صورتی که به قول خانم تنهای جاهای دیگه کارهای پروژه های عظیمتر پیاده میکنن، خیلی بهتر عمل میکنن و هیچ کسی هم حریفشون نمیشه. ولی متاسفانه دلسوز مردم نیستن و نمیخوان کاری انجام بدن. این واقعیت قضیه هست. ممنون از حمیدی. اگر که دوستان نظری دارید مجدد فرمایید که بشنوید. خب اگر که دوستان نظری ندارید من ختم جلسه رو اعلام میکنم. سپاسگزاری میکنم از تمام حاضرین در جلسه، از همه سخنرانان و تمام کسانی که ما رو در برگزاری جلسه حمایت کردن، همکاری کردن، پشتیبانی کردن. از منشی جلسه خانم نادیا مشرف و دیوار بخش ضبط و صدا و تدوین جناب آقای علی برومند، آقای علیرضا جهانبین و ادمین ها خانم ایراندخت کیا، آقای سلمان یزدان‌پناه و خانم روزا جهانبین. من در اینجا ختم جلسه رو در ساعت 21:02 دقیقه